با سلام، چرا باید مذاکره کرد؟ عنوان سخنرانی مهمان این هفته کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن آقای دکتر نوربخش، استاد روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علم و صنعت هریسبرگ پنسیلوانیا است. من وقتی بیوگرافی ایشون رو در سایت کانون که در دسترس هست نگاه می کردم، فکر کردم چند تا آقای نوربخش هست، برای اینکه واقعا بزرگوار شکست نفس نکنی. نه جدی میگم، مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بهداشت، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی برق از دانشگاه تگزاس، همینطور ادامه داره. هر جای من شما میتونید اگر نقصی هست از منشون، بیوگرافی شما به انگلیسیه و من پرداشت من این بود. همچنین تحقیق در زمینه‌های مختلف مانند سیاست و تجارت بین المللی، بهداشت جهانی، اسلام، سیاست خاورمیانه، جنبش‌ها و روندهای دموکراتیک و حضور مشورتی ایشان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مثل CNN، CNN اینترنشنال. همچنین ایشان برای سخنرانی و تحقیق به خاورمیانه سفرهای زیادی داشتند، در مجامع رسمی و غیر رسمی برای توجیه و مشاوره شرکت داشتند. ایشان عضو تعدادی از سازمان‌های حرفه‌ای از جمله انجمن علوم سیاسی آمریکا هستند. دوستان علاقه‌مند میتونن به سایت کانون مراجعه کنن. بیوگرافی ایشون البته به زبان انگلیسی در کانون هست. جناب دکتر نوربخش، خیلی خوش آمدید. قربان شما. عذر می‌خوام ایرج جان، شما رکوردینگتون رو میتونین شروع کنین. رکورد نکردین. بله، بفرمایید. شش. خب دوستان، من این بحثی که امشب خدمت شما ارائه میدم، مقالش توی مجله‌ای در ایران در اومد همین شنبه به نام مجله صدا. دوستان اگه این مجله رو بگیرن، مجله‌ای هست که بیشتر متعلق به بخش اصلاح طلب ایران، اونم نه اصلاح طلبای به اصطلاح معمولی، اصلاح طلبایی که تحول خواهن به یک تعبیری. و خب من احساس نزدیکی با این دوستان میکنم و هر زمانی به هر بار مقاله اونجا در میارم. این مقاله الان اونجا در اومده و اسم مقاله، تایتل مقاله اونجا این هست: فراتر از برجام، چرا مذاکره. امشب من برمیگردم که من یه چیزایی اینجا اضافه کردم که اونجا اضافه نکرده بودم، که حالا به بحث میپردازیم و پیرامونش صحبت میکنیم. ما دوستان الان بعد از من چقدر وقت دارم دوستان عزیز؟ ما 50 دقیقه. آیا 50 دقیقه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. ممکنه که زودتر از نوبت من تموم بکنم. ببینید دوستان عزیزم، وقتی که ما برمیگردیم به سیاست خارجی ایران در طول 40 سال گذشته، چیزی که الان مشخصه اینه که ما در سیاست خارجی خودمون شکست خوردیم. یعنی تمام اهدافی که زمامداران سیاسی ما در طول این 40 سال دنبال میکردن، اینها با شکست روبرو شده. اگه شما آزمایشگاه این شکست رو بخواید ببینید، شاید بهترین نمونهش سوریه باشه. امروز من از ابتدا نمیدونم دوستان خبر دارن، فکر بکنم یک مرتبه هم توی کانون صحبت کردم که اصولا دخالت نظامی ایران در سوریه یک دخالت کاملا نادرستی بود و الان اثرات اون کاملا به هر بار داره روشن میشه. همه شما میدونید که جنگ سوریه در سال 2015 به بنبست رسید. حالا من زودتر از اون نمیخوام وارد جنگ های داخلی سوریه بشم. و اینجا بود که دولت جمهوری اسلامی از پوتین دعوت کرد که همه شما یادتون میاد که آقای قاسم سلیمانی رفت به روسیه، سفری کرد و بعدا پوتین اومد به تهران. همون قرآن قلابی که هدیه آورد برای رهبری جمهوری اسلامی
شروع در حقیقت یک نگرش دیگه است به سوریه و شروع دخالت بسیار فعال نظامی سوریه درون خاک روسیه درون خاک سوریه. جنگ در سال 2015 به بنبست رسیده بود و ایران راهی نداشت غیر از این که به هر بار یک ایران نیروی هوایی نداشت و میخواستن از کشوری دعوت بکنن که حالا هم پیمان خودشان به شکل بود وارد خاک سوریه بشد که بتونه با نیروی هوایی خودش دشمنان اسد رو مورد هدف قرار بده. و روسا همه شما همینطور که میدونید این مدل سرکوب رو در چچنیا به کار برده بودن. شما اگه به گزارشات درون سوریه برگردید میبینید که اینها به هر بار اهل دیسکریمینیشن نبودن، بسیاری از جاها رو زدن تا اوضاع احوال رو آرام بکنن. من نمیخوام برگردم از ابتدا خدمتون راجع به مسئله سوریه صحبت بکنم که اون یه بحث دیگه است که سه تا کشوری که از ابتدا درون خاک سوریه بودن کشور قطر، کشور ترکیه است و کشور ایرانه. فرصت‌های بسیار زیادی بود که مسئله سوریه حل بشد و حل نشد به دلایل مختلف که به اون نخواهیم پرداخت امشب که بحث دیگه است. الان نهایتاً چیزی که شما فکر میکنید یا میبینید اینه که الان سوریه دست روسیه است و دست ترکیه است. دولت آقای بایدن هم، من الان داشتم راجع به سیاست سوریه دولت بایدن میخوندم، اینه که با شرط و شروطی در حقیقت دارد خودش رو به اصطلاح قدرتمندتر میکنه در درون سوریه دولت آمریکا و میخواند که با شرط و شروطی اجازه بدن که سوریه مجدداً بازسازی بشه، که این شرط و شروط به هر بار شرط و شروط سیاسی هست. همه شما عزیزان میدونید که تخمینایی که تا الان برای سوریه زدن یکی از معادل $1 تریلیون، از 500 بیلیون تخمین زدن تا $1 تریلیون. و دولت روسیه خیلی به دنبال این هست که از کشورهای عربی کمک بگیرد که سوریه رو مجدداً بازسازی بکنین. ارتش سوریه رو روسا دارن بازسازی میکنن که همه شما ها میدونید، اما هنوز به هر بار ترکیه بخشی شمال، در حقیقت شمال شرقی و شمال سوریه دست ترک ها هست، ادلب، و بقیه هم به هر بار به یه شکلی دست روسیه هست. دولت ایران نمیدونم در طول چند هفته گذشته دیدید، حالا در چند ماه گذشته، در چند سال گذشته که مرتب مورد بمباران کشور اسرائیل، پایگاه های ما قرار میگرفته و اطلاعات بوده که روس ها در حقیقت با اسرائیلی ها اینها شیر میکردن در مورد روسیه، در مورد سوریه. در طول چند هفته گذشته دامن رقابت روسیه و ایران درون دیر و زور بالا گرفته که اسرائیلی میان بمباران میکنن اون منطقه رو و بسیاری از کسانی که حالا یا بین کمپ روسیه هستن و بین کمپ ایران در طول چند هفته گذشته به روسیه پیوستن و اینم شاید یکی از آخرین سناریوی هایی باشد که ما در اینجا میبینیم. خب حالا این وضع سوریه است. در یمن به بنبست رسیده اوضاع احوال یمن. ایران بیشتر از اون کاری نمیتونه انجام بده، عربستان سعودی هم بیشتر از اون نمیتونه کاری انجام بده، یک بنبست در حقیقت کامله. درون عراق هم که همه شما میدونید از انتخابات سال 2018 یک گردش سیاسی بسیار بزرگی در عراق شد و در این گردش سیاسی رهبرانی که الان سر کار اومدن و آخرین رهبری که سر کار اومده مصطفی الکاظمی و حتی مقتدای صدر بارها اعلام کردند که اجازه نمیدن که عراق صحنه در حقیقت تنش بین آمریکا و ایران بشه. و میدونید که مصطفی الکاظمی از وقتی که سر کار اومده داره روابط خودش رو با عربستان سعودی ترمیم میکنه، با بقیه کشورهای عربی داره ترمیم میکنه، در شورای خلیج هست، در شورای اسلامی منطقه هست و این روابط داره به شکلای مختلف ترمیم میشه و در این حال هم تمام دولت‌هایی که توی عراق بودن تا الان و مصطفی الکاظمی اینها نمیخوان که آمریکا در حال حاضر از عراق بیرون بره، همچنین آیت الله سیستانی. دلیلش هم خیلی روشنه،
به خاطر اینکه سنی ها و کرد ها احساس امنیت نمی کنند درون عراق به این تعبیر که فکر میکنن که اگه آمریکا از عراق بیرون بره این وکیوم رو ایران پر میکنه. اینه که به دنبال این نیستن که در حال حاضر دولت آمریکا از عراق بیرون بره. شما میدونید که وقتی که ترامپ صحبت از بیرون رفتن کرد یا از زمان علی عبادی اصلا بحث سر این بود که به واشنگتن اومد که اعتراض بکنه یا حداقل نخواد که آمریکا از عراق بیرون بشه بیرون بره. در حال حاضر به هر بار این بحث هست، درون سوریه هست، درون عراق هست، درون یمن هست. این چند تا کشوری هست که ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که نفوذ ایران به هر بار تا الان به کجا رسیده. در لبنان هم ایران وضع گذشته رو نداره، نه مردم لبنان میپذیرند و نه حزب الله در حقیقت اون موقعیت گذشته داره. اینه که وقتی که شما به این صحنه برمیگردید، این صحنه رو تماشا میکنید، شروع در حقیقت افول نفوذ ایران هست در کشورهای منطقه‌ای توی سوریه که روسا به دنبال این هستن که ایران رو آرام آرام بیرون بگذارن. همین الان پوتین داره بین اسد و دولت اسرائیل روابطی برای مذاکره برقرار میکنه. دولت عراق که وضعش مشخص است، دولت یمن هم که همه شما ها میدونید که دولت بایدن در حال حاضر اون تحریم رو برداشت از روی حوثی ها و آمریکایی ها مصمم هستن که من بعدا بهش میپردازم که چرا میخوان مشکل یمن رو حل بکنن. این مسئله اولی هست که ما پس از 40 سال سیاست خارجی درون منطقه، هر کشوری در حقیقت به ارزیابی میگذاره سیاست خارجی خودش رو. و وقتی که من میگم شکست، ما نسبت به اهداف داریم صحبت میکنیم که ایران چه اهدافی داشته و به چه اهدافی دست پیدا کرده. ایران وقتی که وارد سوریه شد، اولین بحثی که در ایران میکرد این بود که ایران به دنبال تعمیق عمق استراتژی ضد اسرائیلی خودشه درون سوریه. بعدها به هر بار این ترمیم شد، بحث این بود شد که مدافع حرم هستن، هی اضافه شد بهش، یا بعدن نهایتاً آقای خامنه ای اعلام کرد که اگه ما درون سوریه نجنگیم در مرزهای خودمون باید بجنگیم، که این به هر بار به نظر من اغراق بسیار بزرگی هست و این یک توجیهی بود در پایان ناکامی های کشور ما در درون سوریه. اما مسئله دومی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ما مادامی که درون منطقه خاورمیانه نتونیم مشکلات خودمون رو با آمریکا حل بکنیم، با بقیه کشورهای عربی هم نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. میدونید که از زمان اوباما به این طرف تغییرات بسیار عظیمی درون خاورمیانه صورت گرفته و قدرت‌های جدیدی به میدون اومدن و این قدرت‌ها هم فشار میارن، هم دولت مثل اسرائیل دوست داره که مستقل عمل بکنه، مستقل عمل کرده است. اینه که اولین کلید برای ما برای حل مشکلات خودمون درون منطقه خاورمیانه یا این که بتونیم با کشورهای همسایه رابطه برقرار بکنیم، کلیدش دست آمریکاست. یعنی ما باید مشکلات خودمون رو با آمریکا حل بکنیم. و از عجایب روزگار اینه که نه عربستان سعودی میخواد که ما این کار رو بکنیم و نه اسرائیل. یعنی اونها دوست دارن که ایران و آمریکا رو دشمن با یکدیگر نگه دارن درون منطقه به دلایل مختلف. حالا عربستان سعودی که در پرتو او به هر بار اسلحه میخرد یا حمایت دولت‌های غربی رو داره. اما اسرائیل یه بحث دیگه در مورد اسرائیل هست، بحثی که والز چندین سال پیش در یک مقاله میکنه که ایران میتونه رقیب بسیار طبیعی اقتصادی اسرائیل درون منطقه خاورمیانه بشه و اسرائیل این رو میدونه. اگه بنا شد دو روز دیگه بازاری درون منطقه شکل بگیره، بازار مشترک شکل بگیره، ایران اگه اقتصاد قوی داشته باشه درون این بازار شرکت بکنه، دو تا پارتنر اصلی درون این بازار ترکیه و کشور ایران خواهند بود. حالا چگونه با هم رقابت بکنن یه بحثی هست که من الان بهش نمیخوام برگردم. دو تا کار در طول این چندین سال شد که اثرات اون رو ما داریم میبینیم الان. یکی دخالت نظامی ایران در سوریه بود که تمام آمار رو که شما میبینید این نقطه در حقیقت شروع افول
نفوذ ایران درون منطقه خاورمیانه. نمیدونم دوستان میدونن یا نه، هر سال مؤسسات مختلفی نظرسنجی میکنن توی خاورمیانه، غیر از اینکه حالا ما میدونیم که چه کشوری با چه کشوری دوسته و چندین کشور با ما دشمن هستن. اما تا وقتی که ایران وارد سوریه نشده بود، مردم عرب کشورهای مختلف منطقه آنچنان نسبت به ایران حساس نبودند. آخرین گزارشی که آخر نظرسنجی که در سال 2020 در اومد در پایان، میشد گفت که یه چیزی بیشتر از 70، بین 60 تا 70 درصد در کشورهای مختلف ایران رو یک تهدیدی برای کشور خودش میدونن. اینا مردم عادی هستند در کشورهای عربی. و به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم، از اینا وقتی که سوال میشد بهترین جا برای زندگی کردن کجا هست در منطقه خلیج فارس، اونها امارات رو نام میبرن. امارات بهترین جایی هست که بسیاری از عرب ها دوست دارن که حتی از مصر، حتی از سعودی برن در اونجا زندگی بکنن. اینه که اگه ما اصولا بخوایم این دوتا در حقیقت اعتماد رو، یکی اون بود، یکی حمله‌ای که به تأسیسات عربستان سعودی شد، اولی به هر بار نشون میداد که ایران میتونه چگونه یا چگونه در یک کشوری مداخله بکنه، و دومی توان ایران رو به یه شکل نشون داد که این توان خطرمندیه. یعنی ایران اگه وارد در حقیقت کنشی بشه درون منطقه خاورمیانه، چنین کارهایی به هر بار امکان پذیر هست. اگرچه حوثی ها مسئولیت اون رو قبول کردن، اما سازمان ملل متحد تحقیقی کرد و ایران رو به طور مشخص مسئول این ماجرا، دست ایران رو درون این ماجرا دید. من برگردم به اول این مقاله، معذرت خواهم در ابتدا. بله، خب بایدن اصولا توی خاورمیانه با چه مشکلاتی روبرو هست؟ این که الان شما میبینید که بحث سر اینه که چرا آمریکا بر نمیگرده به برجام، البته جواب این رو آقای ظریف چند روز پیش داد، یعنی حدود دو روز سه روز پیش آقای ظریف اعلام کرد که در ایران بر سر مذاکره با آمریکا اجماع وجود نداره. این چیزی که آمریکایی‌ها روش تکیه کردن، آمریکایی‌ها می‌خواستن که این رو من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که مذاکرات برجام شکل گرفت برای دولت اوباما و الان دولت بایدن و کسانی که اومدن در صحنه سیاست خارجی آمریکا، عقد قرارداد برجام یک پروسه بود، یعنی شروع یک پروسه بود با ایران، اما برای ایران یک غایت بود، یک نهایت بود. به خاطر همین هم هست که بعد از عقد قرارداد برجام شما میبینید که سپاه پاسداران شعار نابودی اسرائیل رو حک میکنه روی مشک‌های خودش، یا کارشکنی هایی که به هر بار به شکلهای مختلف انجام میدن و میکنن. این که الان آقای بایدن وارد در حقیقت برجام، درسته ایران حق داره یا هر کشوری حق داره که بگه من که از برجام بیرون نیومدم، که من پشت پا زدم به مفاد برجام به خاطر اینکه دولت آمریکا از برجام بیرون اومده، اما اعتمادی در حقیقت توی آمریکا بر روی ایران وجود نداره. بحث سر اینه که ما اگه بنا نباشد که بعد از برجام، بعد از اینکه آمریکا برمیگرده به برجام، وارد مذاکرات دیگه بشیم برای توی منطقه خاورمیانه، برگشتن به برجام به هر بار هدفی رو برای آمریکا دنبال نمی‌کنه. و آمریکا به خاطر همین هست که الان معطل کرده که وارد در حقیقت برجام نشه. اما مشکلات چیه درون خاورمیانه در حال حاضر؟ اولا این خدمتتون عرض بکنم که ترامپ اوضاع احوال منطقه خاورمیانه رو در طول این 4 سال دگرگون کرد. دگرگون به تعبیر این که برای اولین بار هست که در صحنه سیاست خارجی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا، طراحی سیاست خارجی آمریکا آوتسورس میشه به اسرائیل. یعنی راست آمریکا که پامپئو در این رابطه به هر وار و بولتون زودتر از اون، اینها طراحان سیاست خارجی آمریکا بودن، کوشش میکردن که سیاست خارجی منطقه آمریکا رو مرتباً با نتانیاهو یا مرتب با نتانیاهو اینها متوازن بکنن. اون چیزی که اسرائیل در طول این 4 سال میخواست، همه اونها رو از دولت ترامپ گرفت.
و نهایت هم این بود که دوستان عزیز دیدید که این روابطی که تازه در حقیقت شروع شده درون منطقه خاورمیانه، که این روابط و هر بار دوچار ناکام دارد، که ناکام اولش فلسطینی هستن و ناکام دوم این روابط ایرانه، به خاطر که دولت اسرائیل داره وارد منطقه میشه و داره جاهایی رو پر میکنه هم به این تعبیر که به کشورهای عربی این قول رو داده و نمونه یا مدل خودش رو هم سوریه قلم داد کرده، که تنها کشوری که حاضره که با ایران رو در روی نظامی بکنه دولت اسرائیل. شما دوستان میدونید که اولین باری که دولت اسرائیل میخواست حمله بکنه به پایگاه‌های نظامی ایران درون سوریه، دولت ترامپ به نتانیاهو گفت که به هر بار کمکی فلانی حرفا. من همه اینا رو دنبال کردم. اسرائیل با غرور بسیار زیاد گفت ما هیچ به کمک آمریکا نیازمند نیستیم، به خاطر که اونا ارزیابی کرده بودن که ایران در کجا قرار داره و آرام آرام سوریه رو تبدیل کردن به یک منطقه‌ای که میتونستن توش تست آزمایش‌های خودشون رو انجام بدن و ببینن که به هر بار چی اتفاق میفته. میدونید که یکی از دلایلی که ایران دست روی دست گذاشته درون سوریه و مرتباً پایگاه نظامیش بمباران میشه اینه که ترس از این هست که اگه ایران واکنشی نشون بده جنگ به مرزهای ایران کشیده میشه. من یه تئوری در این رابطه هم دارم که اینجا خصوصی خدمتتون عرض میکنم، هیچ جا من ننوشتم، هیچ جا هنو بحث اون رو نکردم و احساس میکنم که بیشتر بر روی این کار بکنم. من احساسم اینه که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران و نیروی ارتش ایران میدونه که اگه وارد یک جنگ با اسرائیل بشه این جنگ برای ایران بسیار هزینه برداره و این جنگ ثابت میکنه به زودی تمام قلوهایی که ارتش ایران در طول این چندین سال کرده. من این بحث رو روشن کردم در محافلی که بله ایران موشک با برد 2000 کیلومتر هم درست کرده یا موشک‌هاش، و هر بار الان چیزی که ما تا الان میدونیم اینه که 70% اینا اکوریتن، یعنی به در حقیقت اون هدف خودشون میخورن. یعنی ایران در این زمینه‌ها کار زیاد کرده، یا درون ایران زیاد ساخته، اما اینها در هر ارتشی که شما میبینید اینها مکمل ارتشه. ایران نیروی هوایی نداره. در جنگ های امروز همه شما ها میدونید که نیروی زمینی به هر بار کاری انجام نمیده. ایران نیروی دریایی آنچنانی در مقابل نیروی دریایی آمریکا نداره درون منطقه خاورمیانه. اینه که از سه تا المنتی که حداقل میشه راجع بهش فکر کرد، ایران دو تا از این المنت ها رو نداره و میدونه که به هر بار در یک جنگ ایران نابرابر هست به لحاظ توان در مقابل دولت آمریکا و دولت اسرائیل. یکی از دلایلی که من این بحث رو کردم، در ایران هم این بحث رو کردم، ایران در حال حاضر هیچ اسلحه بازدارنده‌ای نداره، دیترنسی نداره ایران. زدن آقای قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی این نشون داد که، و من خونده بودم گزارشات رو، که زودتر از اون ارتش آمریکا به این جمع‌بندی رسیده بود که اگه حمله ای به ایران بشه ایران به اشکال مختلف، اگه اون حمله بسیار بزرگی نباشه، ایران عکس العملی نشون نمیده. دلیلش هم به طور مشخص این بود، اینه که شما میدونید که وقتی که قاسم سلیمانی رو زدن دولت ایران تصمیم گرفت که چند تا راکت به اصطلاح پرتاب بکنه به عین الاسد، که پایگاهی است که در عراق آمریکایی‌ها دارن. اما زودتر از این که این راکت‌ها رو پرتاب بکنن به سمت عین الاسد، از دولت عراق خواستن که به آمریکا خبر بده، که آمریکا خودش رو جمع جور بکنه که سرباز اونجا کشته نشه. و میدونید که 6 ساعت زودتر از این حملات دولت آمریکا مطلع بود که اینها میخوان حمله بکنن. حالا خارج از این که یه مقداری از این راکت به اونجا رسید، یه مقداریش نرسید، و یه مقداری وقتی که رسید یه مقداری از سربازان آمریکایی فقط کانکاشن گرفتن، یعنی چیزی که خودتون در فوتبال آمریکا شنیدید و مرسوم هست. به هر بار وضع ما این خاورمیانه دگرگون شده است.
کشورهای الان درون خاورمیانه قدرت گرفتن و آزمایش کردن قدرت خودشون رو، مثل اسرائیل، که این با زمان اوباما فرق میکنه. شما یادتون همتون میاد که در زمان اوباما به اسرائیل اجازه داده نمیشد که وارد تنش‌های نظامی درون منطقه خاورمیانه بشه. آمریکایی‌ها میگفتن ما این تنش‌های نظامی رو ازش حمایت نمی‌کنیم. اما امروز اسرائیل وارد این تنش‌های نظامی شده و هیچ تعجب نکنید الان بحث هست که بحرین یه پایگاه نظامی به دولت اسرائیل بده. و این بحث هست که من در مورد ثبات منطقه‌ای میکنم و میگم در حال حاضر زمان با کشور ما ایران نیست. ایران الان در شرایطی قرار داره که تا با 4-5 سال پیش بسیار بسیار این شرایط فرق کرده و ایران هر چه فرصت سوزی بکنه نه تنها به شکل تحریم و شکلهای دیگه به ضررش خواهد بود، که به خاطر اینکه الان بایدن سر کار اومده و طرح ثبات منطقه ایران خارج از این چارچوب خواهد ماند. این مشکل اولیه که آقای بایدن داره. مشکل دوم اینه که بسیاری از دموکرات ها و بسیاری از ریپابلیکن ها، اکثرا ریپابلیکن ها و کشورهای اروپایی میخوان که حتی خود برجام هم مجددا مذاکره بشه. میدونی که یه سری از کلازای برجام رو به پایانه، رو به انتهاست. به اونها میگن سنست کلاز. میخوان که اینها در حقیقت تمدید بشه، خصوصا با روشی که از ایران دیدن یا حالا فشارهایی که از درون ایران هست روی هر کشوری هست الان برای اینکه این نظام رو یه مقدار در زمینه حقوق بشر کنترل بکنن. همه این بحث الان هست، یعنی آقای بایدن با دنیای دست آزادی در حقیقت روبرو نیست. در بخش اول خدمتتون عرض کردم اسرائیل در مقابل آمریکا دیگه اسرائیل 5 سال پیش نیست. اسرائیل به راحتی اعلام کرده که اگه آمریکا به برجام برگرده، اسرائیل به ایران حمله میکنه، به پایگاه‌های در حقیقت اتمی ایران حمله میکنه. این اسرائیل، اسرائیل 5 سال گذشته نیست. بحثشون هم اینه که ما سر امنیت خودمون با هیچ کسی در حقیقت نگوشیت نمیکنیم، با هیچ کسی مذاکره نمیکنیم و به راحتی به هر بار توی سوریه این کارو انجام دادن. این بخش دومم که من خدمتتون عرض کردم که جمهوری خواها بسیار کشورهای اروپایی میخوان که در موارد مختلفی با ایران صحبت بشه، که هیومن رایتس یکی از اونهاست، راکت ها یا موشک های ایران یکی دیگه از اونهاست، نیروهای نیابتی ایران یکی از پدیده های بعدی اونه. و چرا این کار رو میخوان بکنن؟ به خاطر اینکه همه عزمشون راسخه برای این که ثباتی در منطقه خلیج فارس ایجاد بکنن، و این ثبات زمانی ایجاد میشه که همه کشورهای منطقه در ایجاد این چتر امنیتی احساس بکنن که در یک بازی برد برد شرکت کردن. نیکه این چند روزه شما شنیدید مکرون میگید که عربستان سعودی شرکت بکنه در نمیدونم مذاکرات بعد این حرفا. همه دنبال این بحثه که به هر بار درون این منطقه هر کاری ما باید بکنیم این کار باید مورد رضایت بقیه هم باشه، و این فشار دومی هست که روی آقای بایدنه. فشار سوم اینه که دوستان، بسیاری از تحریم هایی که دولت ترامپ روی ایران گذاشت، شما شنیده بودید که بحث بیشتر سر این بود که ترامپ کوشش میکنه با تحریم‌های خودش دست دولت بعدی رو ببنده، و میدونید که این چیه، که دولت ترامپ اومده بسیاری از این تحریم‌ها رو زیر تروریسم بر ایران وضع کرده، و اگه دولتی بخواد ایران رو از اون لیست خارج بکنه باید با اون دولت مذاکره بکنه. به این راحتی نمیتونه تمام این تحریم ها رو یک شبه لغو بکنه. بله، تحریم های سازمان ملل لغو میشه، رهنیم های دیگه لغو میشه، اما دولت آمریکا از تحریم های خودش خلاصی پیدا نمیکنه تا وقتی که با ایران مذاکره بکنه. خب این رو ببینم من کجام. چرا باید وارد این مذاکره بشیم؟ چرا نباید منتظر بشیم در حال حاضر؟ من خدمت شما عزیزانم عرض کردم که زمان با ما نیست. ما الان نمیتونیم زمان بخریم. چرا نمیتونیم زمان بخریم؟ به خاطر که بایدن دو تا کار درون منطقه خاورمیانه میخواد بکنه. شما دوستان همتون یادتون میاد بایدن اون شبی که صحبت کرد
راجب سیاست خارجی که بسیاری فکر میکردن راجب ایران هم صحبت بکنه. حالا دلایلی هست که توی بخش سوال و جواب من خودم فکر میکنم چرا بایدن به ایران نپرداخت. اما اصولا پرداخت به مسئله این که بایدن اجازه نمیدید که عربستان سعودی یا هیچ کشور دیگه درون منطقه خاورمیانه مورد حمله موشکی کشور دیگه قرار بگیره. بایدن به دنبال طرح ایجاد ثبات منطقه درون خاورمیانه، این خاورمیانه ای که تا الان آمریکا یه چیزی معادل، همه دوستان میدونن که این استیمیت این اومده بیرون، آمریکا یه چیزی معادل 7 تریلیون دلار تا الان توی خاورمیانه و توی افغانستان خرج کرده. آمریکایی‌ها نمیخوان دیگه اون پول رو خرج بکنن. آمریکایی‌ها ترجیح میدن که خرج این پول یا این پولی که خرج کردن میتونه در درون خود کشور آمریکا صرف در حقیقت مخارج دیگه‌ای بشه و اصولاً هیچ کشوری نمیتونه برای ابد در حقیقت پلیسمن دنیای بیرون خودش باشه. و درون منطقه خاورمیانه دقیقاً به دنبال این هستن که یک ثبات منطقه ایجاد بکنند. و اینجا بود که من خدمتتون عرض کردم که اگه ما با آمریکا روابطمون رو بازسازی نکنیم، ما درون این طرح امنیتی منطقه قرار نمیگیریم. حالا بسیاری بحث میکنن که ایران باید درون هر طرح امنیتی منطقه‌ای باشه، این حرفشون کاملا درسته، اما مادامی که این طرح عملی نشه و منطقه به حالت لیمبو یعنی بی ثباتی به شکل اینکه حالا طراحی کار نفشون ما شد، آمریکا در منطقه میموند، اون چیزی که ایران نمیخواد، به کشورهای منطقه اسلحه میفروشد، باز اون چیزی که ایران نمیخواد، و اگه طرح ایجاد ثبات منطقه درون منطقه خاورمیانه شد و ایران خارج از این طرح قرار گرفت، به چشم دشمن بهش نگاه میکنن. اینجاست که من میگم که به نفع ایران نیست، ایران زمان باهاش نیست. یک چیزی که امکان دارد اتفاق بیفته، چیز دومی که امکان اتفاق بیفته اینه که این طرح امنیتی رو اسرائیلی ها پیشنهاد بکنن. و اگه چنین طرح امنیتی رو اسرائیلی ها پیشنهاد کردن که الان میدونید که یکی از دلایل کشورهای عربی رابطه برقرار کردن با اسرائیل درست به خاطر امنیت بوده. این حرف رو توی ایرون هم زدن. علی مطهری میگه که ما کشورهای عربی رو پوش کردیم یا فشار دادیم به سمت اسرائیل. اگه این طرح از طریق اونا عملی بشه، وقت به این راحتی دیگه ایران جایی درون این طرح امنیتی منطقه نخواهد داشت. اما من یه مقداری پا رو پراتر از این هم میگذارم و این بحث رو میکنم. میدونی که در بسیاری از جای دنیا در حال حاضر به حساب مناطق همکاری اقتصادی هست که همه شما هم میدونید دیگه، به اصطلاح Regional Economic Cooperation. شما وقتی که توی آسیا میرید ایژیا یک دونه شه، وقتی که شما میرید توی لاتین آمریکا مرکسور یه دونه دیگه شه، تو خود آمریکا همین نفتایی که در حقیقت بین سه تا کشور هست. یکی از کارهایی که این مناطق اقتصادی میکنه اینه که این مناطق اقتصادی شامل یک رول و یک رگولیشن میشن، به این تعبیر که اگه یک کشور خارجی یا اگه یک کمپانی خارجی خواست درون این منطقه سرمایه گذاری بکنه، شامل یک قانون میشه، براشون بسیار راحته. و وقتی که وارد این مناطق اقتصادی میشن، میتونن با همه این کشورهایی که حول و حوش این قرارداد اقتصادی جمع شدن یا در این قرارداد اقتصادی جا گرفتن، با همه اونا میتونن مراودات تجاری داشته باشن. من این رو خوندم، این رو میدونم، این رو دنبال کردم، با دوستان خودم عرب و بقیه درون خاورمیانه حتی تو ترکیه این رو دنبال کردم. خود من چندین سال پیش که یه ذره اوضاع احوال بهتر بود، پیش قدم بودم با ترکیه، با سفیر ترکیه تو عراق، یه دوستان نزدیکم هست که در حقیقت این رو اینیشیت بکنیم، یه چیزایی هم در این رابطه نوشتیم. اگه چنین کاری بشه، بعد از در حقیقت طرح ثبات منطقه‌ای و ایران درون این منطقه آزاد اقتصادی قرار نگیره، ضربه دوم رو ایران خواهد خورد و این به هر بار به نفع ایران نخواهد بود. حالا ما در آمریکا با چی الان روبرو هستیم؟ چرا به نظر من
دولت بایدن، میدونید این را من بهش اشاره بکنم خیلی روشن به شما ها، که از پایان جنگ جهانی دوم تا الان 5 تا هدف دولت‌های آمریکا در ایران داشتن. یکی در حقیقت این بوده که معذرت بخوام اجازه بدین. بله اینجاست، میبخش. 5 تا هدف رو آمریکایی درون منطقه یک کشور غربی دنبال میکردن و یکی دوتا از اینا الان بسیار مهمه. یکی میخواستن که عبور آزاد کشتیرانی از این منطقه صورت بگیره و این کار رو کردن. شما در مقابل تهدیدی که آقای دولت روحانی کرد که اگه نفت ایران از منطقه خارج نشه، نفت هیچ کشور دیگه هم خارج نمیشه، دیدید که نفت خارج شد و ایران کاری نتونست انجام بده، به خاطر که آمریکایی‌ها، کشور اروپایی و حتی کره جنوبی اینها سرباز فرستادن به درون منطقه که تنگه هرمز رو آزاد نگه دارن، یعنی امنیتش رو حفظ بکنن. دوم در حقیقت کاری که دولت آمریکا کشورهای غربی میخوان بکنن جلوگیری از اسلحه‌های کشتار جمعی، سوم مقابله با تروریسم، چهارم در حقیقت حمایت از دوستان خودشون درون منطقه برای ایجاد ثبات، پنجم مقابله در حقیقت چیزی که الان داره اتفاق میفته، مقابله با چین و روسیه درون منطقه است. چیزی که من اینجا میخوام خدمت دوستانم اضافه بکنم که بسیار مهم هست دوستان بدونیم این رو، اینه در حال حاضر که اگر چه در حقیقت چینی ها به طور مشخص اعلام کردن که به هیچ وجه نمیخوان و توی سیاست های خودشون هم نشون دادن به هیچ وقت نمیخوان که وارد رقابت های نظامی با آمریکا درون منطقه خلیج فارس بشن، اما به خاطر اینکه دامنه همکاری اقتصادی اونها داره با کشورهای خلیج فارس پا میگیره و بیشتر و بیشتر میشه. شما همتون میدونید الان که دولت چین داره یک پایگاه تأسیسات انرژی هسته‌ای برای عربستان سعودی میسازه. عربستان سعودی در حال حاضر داره کیک زرد تولید میکنه. خب دولت آمریکا به خاطر که اینجا اجازه ندید که این دوتا کشور درون منطقه خاورمیانه ایجاد مشکلی بکنن به لحاظ امنیتی، بدون شک در حال حاضر برای دولت بایدن ایجاد ثبات و اینکه آمریکا بتونه درون منطقه باشد و اجازه نده که این دوتا کشور به لحاظ نظامی وارد منطقه بشن، برای دولت آمریکا، برای دولت بایدن بسیار مهمه. این بحثی هست که به هر بار باید بدونیم. یک کاری که در حقیقت بایدن، حالا تو سیاست خارجی بایدن دو تا چیز در حال حاضر به نظر من در صدر همه چیزها قرار گرفته، یکی دیپلماسی است که همه دوستان شنیدن و یکی بایدن برای اولین بار حتی بعد از اوباما صحبت از هیومن رایتس، حقوق بشر میکنه. یکی از دلایلی که بایدن الان متمایل شده به حقوق بشر، قدرت گرفتن خط راست افراطی در دنیاست. و دوستان من حاضرم یه وقت دیگه برگردم اینجا و راجب اصولا خط راست، راجب افراطیون، راجب پولیتیکال رایت اینجا در حقیقت صحبت بکنم، یا رایت وینگ دینو پالیتیکس توی دنیا. این خطر رو غرب داره اون تهدید رو در حقیقت میبینه. و من به خدمت شما بگم دولت ایران تمام خصوصیات یک دولت دست راستی رو داره. حالا بعدا توی سوال و جواب اگه خواستید من به این رجوع بکنم، 100% به این رجوع خواهیم کرد که به هر بار چه اجزای دولت های دست راستی دارن. اما آخرین بخش صحبت من به این خلاصه پیدا میکند و بحثم رو تمام میکنم و میخوام که دوستان عزیزم هم من رو به چالش بکشن و حتی به هر بار اگه فکر میکنن که در مقابل نظرات من سوال دارن اونها رو مطرح بکنن. چرا در حقیقت موقعیت بسیار مناسبی هست برای ایران که وارد مذاکره با آمریکا بشه در حال حاضر؟ دولت بایدن به نظر من یک دولت استثنائیه، حتی در بین دموکرات ها یک دولت استثنائی بوده. دولت های دموکرات اصولا سیاست هاشون نسبت به ایران یا نسبت به خاورمیانه
سیاست های با تلطیفی بوده، سیاست هایی بوده که با جمهوری خواه ها فرق میکرده. من برای شما مثال میزنم الان اینجا. شما ترومن رو دارید، ترومن یک دموکراته که ملی شدن صنعت نفت رو در ایران به رسمیت میشناسه. بعد از اون آیزنهاور یک جمهوری خواهی که میاد سر کار و کودتا میکنه با دولت انگلیس بر ضد ایران. شما بعدن کندی رو دارید که فشار میگذاره روی شاه که یه مقداری اوضاع احوال کشور رو باز بکنه، آزادی به مردم بده. و بلافاصله بعد از کندی شما نیکسون میاد سر کار که به یک شاه مقتدر علاقمند هست. شما کارتر رو دارید بعد از اون که حقوق بشر رو صحبت از حقوق بشر میکنه و یکی از صحبتهایی که به هر بار میکنن اینه که در زمان کارتر دو تا انقلاب در دنیا صورت گرفت، یکی انقلاب در نیکاراگوئه بود و یکی انقلاب در کشور ما بود. و شما در مقابل کارتر ریگان رو میبینید که ریگان در حقیقت خب سفارت رو میگیرن، با تهدید حمله به ایران از هاستیجا آزاد میشن و بعدن در طول جنگ با عراق یا جنگ عراق با ایران دولت ریگن هست که به دولت صدام حسین کمک میکنه. بعد از اون شما دولت کلینتون رو میبینید که همه دوستان میدونن که دولت کلینتون و سکرتری استیت و خانم آلبرایت تا مرز پوزش‌خواهی برای کودتای 28 مرداد پیش رفت. خانم آلبرایت، دولت کلینتون، آقای کلینتون منتظر این بود که روابط خودش رو در اون دو سالی که اوورلپ داشتن با خاتمی مشکلات رو با ایران حل بکنه. همه شما دوستان شنیدید که کلینتون حتی در راهروهای سازمان ملل منتظر شد که به طور تصادفی آقای خاتمی رو ببینه و با آقای خاتمی دست بده، که کسایی که به هر بار محافظین آقای خاتمی راه آقای خاتمی رو عوض کردن. چه کسانی در حقیقت سد این راه بودن؟ رهبری جمهوری اسلامی. رهبری جمهوری اسلامی در زمان خاتمی میگه که من با آقای خاتمی اعتماد ندارم، ایشون وقتی به سفرهای خارجی میره من به هر بار اعتماد ندارم به ایشون. حالا یه مقدارش برمیگرده به حسادت، یه مقدارش برمیگرده به مسائل دیگه، حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم. شما کلینتون رو دارید و بعد از اون در حقیقت بوشه که بوش ایران رو میذاره در محور شرارت. میدونید که شما وقتی که دولت بوش وارد خاک عراق شد، دولت ایران، آقای خاتمی اون وقت سر کار بود، با رهبری جمهوری اسلامی به جمع‌بندی رسیدن. اونها فکر میکردن که و میدونید که برنامه بوش این بود که یه خاورمیانه بزرگ درست بکنن، یعنی برن درون کشورهای دیگه هم بگن برن و یه مقدار اوضاع احوال رو تسهیل بکنن. خاتمی یک نامه میدید به سفارت سوئیس که بدون شرط و شروط حاضره که دولت ایران با آمریکا مذاکره بکنه. اما پس از یک مدتی که پای آمریکا رو در اوضاع عراق در حقیقت شپید به گل دیدن، به هر بار از اون دیگه و با اون محور شرارتی که بوش در اونجا گفت دیگه تقریبا که این اشتباه از دولت آمریکا بود، اشتباه محض از دولت بوش بود که مشکلات رو با ایران اونجا حل نکرد. شما بعد مجددا دوستان میدین دولت ترامپ رو میبینید. دولت ترامپ دولت فشار حد اکثریه که همه شما ها میدونید که اون فشار حد اکثری بر روی مردم ما کارگر شد، بر روی اقتصاد ما کارگر شد. همیشه تحریم ها بر روی مردم کارگر میشن. به خاطر همین هم هست که تحریم ها خیلی ظالمانه هستن. تحریم ها هیچ کار درستی برای هیچ کسی انجام نمیدن. دولت ها به هر بار منابع خودشون رو دارن و تحریم به هر بار کاری به دولت ها نداره. و اگه یک دولتی هم در حقیقت خودکامه باشد و دست به اسلحه ببره، به هر بار مردم رو میتونه برای مدتی آرام نگه داره. در مقابل ترامپ الان کسی اومده سر کار که به دیپلماسی اعتقاد داره. آقای ترامپ همینجور که شما میدونید یک جانبه گرا بود و دولت آقای بایدن چند جانبه گراست. اما اجازه بدید من یک مثال خدمت شما عزیزان بزنم که از اون یک جانبه گرایی ترامپ در حقیقت بیشتر ما روشن بشه. ترامپ دنبال مذاکره با ایران نبود. ترامپ به نظر من دنبال فروپاشی اقتصاد ایران و تغییر رژیم در ایران بود. اما ترامپ وقتی که صحبت از مذاکره با ایران میکرد، صحبت از مذاکره چند جانبه گرا که کشورهای اروپایی رو در بر بگیره با ایران نبود. ترامپ میخواست که یک مذاکره با ایران بکنه و اون مذاکره رو بر کشورهای اروپایی اعمال بکنه. یکی از دلایلی که 11 کشور اروپایی
در شورای سازمان ملل متحد رأی منفی دادن به اون مصوبه‌ای که دولت ترامپ آورد، دلیلش همین بود که ترامپ یک جانبه‌گراست. شنیدید شما این تعبیر رو، و اونها چند جانبه‌گرا هستن، به خاطر که دولت ترامپ کوشش میکرد که اونها رو از این مذاکره و از این صحنه بیرون بگذاره. و خدمت شما عزیزان عرض بکنم که دولت ایران با حمایتی که و اون رأی ممتنعی که 11 کشور اروپایی دادن، اصلا به حمایت پوتین و دولت چین نیازمند نبود. شما میدونید که تو این شورای امنیت سازمان ملل حد اکثری که در حقیقت یا حد اقلی که میتونن قبول بکنن حتی خانش یک مصوبه رو 11 تا آدمن، یا 11 تا آدم بعد قبول بکنن که اون بحث بیاد به شورای امنیت و بعد برای رأی گیری. این 11 نفر حاضر نشدن که حتی مصوبه آقای ترامپ رو برای بحث به شورای امنیت ببرن. اینه که ما نیاز در حقیقت به دولت چین و روسیه نداشتیم، و این رو به هر بار من چندین بار اعلام کردم، اگه یک کشوری بدونه چگونه باید عمل بکنه، این نتیجه کاره. یعنی ما هیچ نیازی ندارد که به طور مطلق خودمون رو در حقیقت متکی بکنیم به روسیه و چین، مادامی که یک شهروند جهانی بشیم، مادامی که بدونیم در دنیا داریم چه کار میکنیم. این بحث اول. دوم، چرا در حقیقت ما در حال حاضر شانس و فرصت بزرگی داریم. میدونی که چپ لیبرال آمریکا به میدون اومده، برخلاف تصوراتی که میشد در زمان خانم کلینتون. میدونی که چپ نیومد به میدون، اما این بار چپ اومد به میدون. چپ سندرزی اومده به میدون، چپ اومده به میدون. حزب دموکرات به سمت چپ گرایش پیدا کرده. این گرایش به سمت چپ نه تنها خودش رو در سیاست‌های داخلی آمریکا نشون میده، که بدون شک در سیاست‌های خارجی آمریکا هم خودش رو نشون میده. به خاطر همین هم اصلا نمی‌دونم دوستان می‌دونن یا نه، این خبر امروزه، تمام فروش اسلحه به عربستان سعودی به تعویق افتاد، هم از طرف دولت بایدن و هم از طرف کشورهای اروپایی. این صحبتی بود که ترایکا، این سه تا گروه با هم میکردن. دولت بایدن در حقیقت حاضر نشد یا انصار الله حوثی ها را از لیست در حقیقت تروریسم در آورد. با دولت اسرائیل همه شما میدونید، دولت بایدن نه تنها دولت اوباما سر آنچنان به حساب دوستانه ای نداشت، دولت بایدن هم نداشته. و به خاطر اینکه حرف من رو قبول بکنید، بعد ببینید چه کسانی در حال حاضر با رابرت مولی که انتخاب بایدن هست، انتخاب بلینکن هست، برای مذاکره با ایران مخالفت میکنن. چرا مخالفت میکنن؟ باید که رابرت مولی سیمپاتی دارد به سمت فلسطینیا، سیمپاتی دارد به سمت اوضاع احوال خاورمیانه. دوستان عزیز من، یک روز آقای چامسکی در حمایت از انقلاب ایران مقاله می نوشته. من از آقای چامسکی امضا گرفتم سر چمکاری، اما امروز آقای چامسکی منتقد در حقیقت اوضاع احوال داخل ایرانه. اشتباهی که ایران میکنه در طول چند سال گذشته از چپ لیبرال آمریکا گذشته است با سیاست‌های خودش. به هر بار این شرایط آماده است. آخرین بحث من دوستان عزیزم اینه که آقای بایدن کسانی رو الان تو صحنه سیاست خارجی خودش آورده که اینها نه تنها کاردانن، اینها خوشنامن، و بالاتر از هر چیزی برای کشور ما، حالا خوشنامیشون برای همه دنیاست، برای کشور ما اینه که اونها هیچ دشمنی خاصی به کشور ما ندارن. آقای بلینکن از زمان کلینتون، بیل کلینتون در حقیقت توی صحنه سیاست آمریکا اومده. من یه مقداری تو همون مقاله خودم که ایران اینا رو نوشتن، بلینکن حقوقش از دانشگاه کلمبیا میگیره. سال 2013-2015 معاون شورای امنیت آقای اوباماست. از 2015 تا 2017 معاون جان کری هست. این یکی از کسانی است که ایشون الان وزیر امور خارجه آمریکاست. جان کری اگرچه در حقیقت مسئول محیط زیست رو به عهده داره و تغییرات اقلیمی رو، اما میدونید که جان کری یک صندلی در شورای امنیت آمریکا داره. این فرد دومی هست که ایران رو میشناسه، از دانشگاه بوستون در حقیقت مدرک حقوق خودش رو میگیره. شما همتون میدونید که یکی از سناتورهای به هر بار نامی کنگره آمریکا بود در سیاست خارجی، و بعدن هم که کاندید بود برای ریاست جمهوری. سومین آدمی که همه دوستان میشناسندش وندی شرمنه. وندی شرمن الان نفر دومی هست،
نفر دوم در وزارت امور خارجه آمریکا است. وندی شرمن در برجام بود، الان در دانشگاه هاروارد در بخش در حقیقت لیدرشپ توی دانشگاه هاروارد درس میده و الان به تیم آقای بایدن پیوسته است. نفر چهارم آقای جیک سالیوان هست که معاون رئیس شورای امنیت ملی آمریکاست و در زمان خانم کلینتون رئیس دفتر خانم کلینتون بوده. من اینها رو دارم به شما میگم که ببینید سه تا ادمنستریشن دموکرات که همه اینها روابط خوبی با ایران میخواستن برقرار بکنن و به روش‌های دیپلماتیک اعتقاد داشتن، آدمای خودشون رو دارن جمع میکنن و این آدما هنوز بر اون منش موندن. آخرین آدمی که انتخاب شد برای اینکه هدایت بکنه اوضاع احوال ایران رو یا مذاکره رو آقای رابرت مولی هست. رابرت مولی از همه اینا به نظر من با سوادتره، از دانشگاه ییل، دانشگاه آکسفورد و نهایتاً مدرک لاش از دانشگاه هاروارد میگیره. همه شما عزیزان میدونید که او مشاور دولت اوباما بود در امور خاورمیانه، داعش و آسیای جنوبی و اکنون زودتر از این که ملحق بشد به دولت بایدن، سی ای اوی اینترنشنال کرایسیس گروپ است و ایشون شامل چندین کتابه و شاید بشد گفت یه چیزی معادل 30-40 مقاله در مجله های مختلف مشهور مثل نیویورک تایمز، مثل واشنگتن پست. اما کتاباشو دوستان ببینید، یک کتاب داره روی الجزایر، یک کتاب داره روی حماس، یک کتاب داره روی بهار عربی و همه این کتاب ها تونش تون مثبته. یعنی آدمی هست که به هر بار سیمپاتی به اون دنیا داره. و یه چیز خدمتتون عرض بکنم، در دولت اوباما اومد، در دولت اوباما از سال 2008 با حماس در رابطه برقرار کرد و به خاطر که زمان اوباما هنوز این مشکلات مطرح نبود یا به هر بار یک چیز نو بود یا نباید کسی اون کار رو میکرد، برای 2-3 سالی از دولت اوباما رفت پایین، اما مجدداً در سال 2014 به دولت اوباما پیوست و تا آخر 2016 به هر بار در دولت آقای اوباما مجدداً مسئولیت رو به دست آورد. نمیدونم خیلی از دوستان شاید عکس‌ها رو دیده باشن که وقتی که جان کری سر میز مذاکره نشسته است، رابرت مولی هم اونجا نشسته است. عزیزانم، شرمنده شماها که من خیلی پرحرفی کردم، اما من وقتی که داخل شماها میام نمیتونم که اون چیزی که تو دستم هست رو با شما در میون نگذارم. یعنی من اصولاً کارم رو که انجام میدم به خاطر این جمع بسیار فرهیخته هست و من برای شماها بسیار احترام قائل هستم، شرمنده شما اگه صحبت من یه مقداری به درازا کشید. جناب رجبی در خدمتتون. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید آقای دکتر نومش، به موقع تموم کردید. دوستان 10 دقیقه تنفس داریم، ساعت 8:40 برمیگردیم. تو این فرصت کسانی که سوال دارن دستاشون رو هنرس کنن تا منم با اجازهتون اگه اونجوری راحتید این کار رو بکنیم. آره من راحت نفر هستیم و 12 نفر نمیدونم. خب ببینم چقدر فکر میکنید، تا چقدر وقت تو جلسه ایم امشب؟ ما تا ساعت از ساعت اول 9:55 آیا واسه 5 دقیقه دیگه سرش بکنیم میشه 10 دیگه. 9:55 خب وقت داریم. خیلی خوب، وقت داریم. من سعی میکنم که آره جوابا رو خودم کنترل بکنم که زیاد نرد بالا دیگه. آره. بسیار. ببینید پس اینجوری بکنیم جناب رجبی، هر سوالی چقدر وقت میگیره؟ یعنی من اگه بخوام جواب بدم سوال بشه و جواب بدیم تو این 12 نفر؟ هر کسی 3 دقیقه میتونه سوال کنه. خب شما برای 3 نفر 5 دقیقه بفرصت. خب پس بریم سر همون 3 نفر که راحت ترین شما. آره راحت ترین. ایراجان میخواد 2 نفر 2 نفر کنه آقای دکتر؟ راحت تره، هر جوری راحت. دو نفر بهتر. آره. خب ایرجان میخواد من همه رو میوت بکنم؟ لطفاً. مرسی، بعدم ضبط شروع کنید. ایرجان لطفاً اعلام کن هر کس چقدر وقت داره سوال کنه. من همه رو میوت کردم دیگه، خود شما ایرج هر کسی که میخواد صحبت کنه رو شما باز کنید.
خب دوستان هر کدوم 3 دقیقه فرصت دارید. فرشید جان بس شما باز میکنی یا من خودم باز کنم؟ هر جور راحتی شما. اگر لطف کنی من میخونم اسمشون رو شما باز کنم. اول خانم جیلا جلالی هستن و آقای داریوش. اجازه خانم جیلا جلالی. بله خودتون آن میوت کنین جیلا خانم. بله با درود به همه دوستان و جناب آقای مهدی، من فامیلشون متاسفانه یاد نگرفتم. من بسیار خیلی از صحبت‌های شما استفاده کردم ولی بسیار ایران هستم. من یک کامنت دارم با اجازتون و یه سوال. کامنت هم اینه که از چرچیل پرسیدن چطور شما همه جهان و به ویژه خاورمیانه رو تحت کنترل درآوردید. گفت که شناختن اقلیت نادان و اکثریت خائن، و حقیقتا این چنینه که بر سر کشور و سرزمین من اومده امروز. و من میخوام سوالم بیشتر اینه که آیا چطور میشه در یک چند ثانیه یک نفر اتک کنه به این اپلیکیشن زوم و بعد بتونه های هیتلر بنویسه مثلا 100 بار که هیچ کس نمیتونه بدون اسم وارد بنویسه های هیتلر، اونو شما عکس بگیرید و بعد اینو گزارش کنید و بعد 2 نفر به اسم دیوید و رابرت که هر دو اسم مثلا یهودیست، اینا بیان بگن که تو نمیتونی یورانیوم بسازی و بمب تو نمیتونی بسازی. خب این یعنی که شما ببینید حتی تا زوم ما نفوذ دارن دوستان، هم تایتل و عنوان سخنرانی رو یه کسی میدونسته. این حقیقتا این رو اصلا دوستان ساده نگیرید، این یک اتک بسیار خطرناکه که اسرائیل یا هر کس یا عربستان یا همه دشمنان خائنین داخلی و خارجی کیان به حتی زوم خصوصی ماها هم دست پیدا کردن. و من از جای جنابان ایرج و مقیمی بودم حتما چیزو عوض میکردم، این سایتی که دارن و پسورد عوض میکردم. لینکشو بعد عوض بکنین. من ببخشید آقای دکتر نوربخش یه لحظه فقط بگم، این اولین بار نیست که این اتفاق میفته. بعد تکنولوژی دیگه اینا، اجازه ببخشید، اینا توی بالاترین سطوح سازمانی امریکا هم نفوذ کرده. بله درسته درسته. و اینا بسیار خطرناکن و احتمال داره از همون جایی که از یورانیوم ایران میترسه، از همونا هستن، همونایی که تو شبانه ایران رو بمبارن میکنن. مرسی بفهمین آقای نوربخش. حالا من آقای داریوش بفهم. نه نه سوالم هنوز این بفهم. سوالم از جناب مهدی اینه که آیا وقتی که قالیباف میره و پوتین راهش نمیده چاره چیه؟ ما کاسپیان رو دادیم که یه کمکی از این مرد مزخرف در حقیقت میشه گفت ببخشید بگیریم، ولی الان اون هم داره سر ما کلا میذاره. الان چاره ایران چیه؟ و من این خیلی منو نگران کرد. آقای داریوش. مرسی خانم جان. سلام، با خسته نباشی با آقای نوربخش. بر صورت من با بحثتون خیلی جا مخالفم آقای نوربخش، و به اعتقاد من بحثتون خیلی ایراد داره. اولین ایراد بحثتون اینه که ایران رو با جمهوری اسلامی یکی گرفتین. یه مشکل اساسی. دومین اشکال بحثتون اینه که هیچ وقت اشاره‌ای به سیاست دوگانه جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکی تو خاورمیانه یکی تو جای دیگه نکردین. یعنی ما در واقع 2 تا سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی داشت، یکی تو خاورمیانه، سوریه، لبنان، یمن و عراق، و یکی دیگه هم که ظریف کارش در واقع نمیخوام کلمه که جمهوری خواه به کار ببرن ولی در واقع ماسمالی کردن تمام اتفاقات تو منطقه. چند تا نکته بگم. اولین سوالم اینه که شما آیا جمهوری اسلامی رو با ایران یکی میدونید؟ یه سال. دومین سالم اینه که نقش سپاه تو وزارت امور خارجه ایران چیه؟ دو. و چند تا نکته دیگه هم بگیم. یکی اینکه آقای لینکلن علاوه بر اینکه دولت اوباما بوده، مشاورت دولت های جمهوری خواه هم داشته، و تو خیلی از این جلسات امنیتی اینا دولت جمهوری خواهم شرکت داشته. من فقط یک کدی بیارم از آقای مالی. آقای مالی طرفدار اسلام سیاسی، طرفدار حزب الله است، طرفدار جمهوری اسلامیه،
در رابطه با کشتار 98 میگه خود جمهوری اسلامی فکر میکرده این اعتراضات تو کشورهای غربی این کردن، سازماندهی کردن و سرکوبشون عملا تایید کرد آقای مالی. و به اعتقاد ما نظرات آقای نوربخش بیشتر در واقع میخواد بگه ایران جمهوری اسلامی هم نماینده ایرانه. به اعتقاد بس این صحبت خیلی جای سوال داره که شما جمهوری اسلامی نماینده کل مردم ایران بدونی، در واقع همه ما میدونیم این واقعی نیست، حتی خود شما هم میدونی واقعی نیست، چون شما به یه جنای دیگه وابسته. و یه سال دیگه هم شما از نقش دولت اسرائیل و عربستان سعودی که نمیخوان ایران با آمریکا صلح بکنه گفتینه، ولی از نقش گروه ها و بانده هایی که تو ایران هم که اونا هم نمیخوان صلح بشه صحبتی نکردین. بارستان 20 ثانیه وقت خواهش میکنم. بس من تموم شد، خیلی ممنون. خب اجازه هست جناب رجبی؟ بفرمایید. خواهش میکنم. خب خانم جیلا بودن نه؟ بله بله، جیلای جلالی. خانم جلالی، والا یکی از اعتراض های من اصولا به جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش همینه که وقتی که یک نظام خودکامه سر کار بود و این نظام خودکامه ایدئولوژیک فکر کرد، براش مهم نیست که منافع ملی رو کی تأمین میکنه. من این رو بارها بهش اشاره کردم که پوتین نه تنها آدم قابل اعتمادی نیست که همه ماها میدونیم، بیشتر از اون رقیب ایران هم هست در مارکت، در بازار انرژی. یعنی میدونید که با عربستان سعودی در طول این چند وقتی که ایران تحریم بود اینها سازوکارهای خودشون رو داشتن. اینکه جمهوری اسلامی به آقای پوتین اعتماد میکنه و قالیباف اونجا میره و این بحثا میشه، اینها به نظر من سرشکستگی، افت در حقیقت و عدم استقلال یک کشوره که به خاطر متاسفانه سیاستهای خودش امروز به جایی رسیده که نمیتونه به عنوان یک کشور آزاد با همه دنیا رابطه داشته باشه و بتونه حرف خودش رو در صحنه سیاست خارجی بزنه. اینه که الان متکی کردن خودشون رو به روسیه و چین. و میدونید که چند هفته پیش یا چند ماه پیش که صحبت از این قرارداد 25 ساله بود با چین، خب خیلی آقای خامنه ای به صحنه اومد در مورد این صحبت کرد، اما هیچ خبر دیگه از اون الان از اون نیست، به خاطر که چینی ها به دولت ایران گفتن که شما مادامی که مشکلاتتون رو با آمریکا حل نکردید ما وارد مراوداتی با ایران نمیشیم. به هر بار خواهر عزیزم، این اصولا مشخصه نظام های خودکامه است و توی ایران ایدئولوژیک. پوتین هیچ کاری برای ایران نمیکنه. ایران فرصت طلبی میکنه و از ایران به عنوان یک کارت بازی در مقابل غرب استفاده میکنه، همین گونه که شما میدونید که در شورای امنیت سازمان ملل 6 تا در حقیقت رأی تحریمی آقای پوتین به ایران داده است. اینه که از اون بابت خیال همه ما تخت. اما دوست بزرگوار، من راجع به نه، من ایران رو با جمهوری اسلامی یکسان نمیبینم. من امشب بحثم سر نظام در ایران بود که این نظام سیاست خارجی چیه. شما اینجا اشاره میکنید که نقش سپاه رو نگفتی یه نقش. من اصلا بحثم در این مورد نبود امشب. من بحثم راجع به مکانیزم تصمیم گیری در سیاست خارجی نبود. بحث ما سر این بود که حالا اون چیزی که از ایران بیرون میاد در صحنه بین المللی، حالا هر کس اون تصمیم رو میگیره، این چقدر به خطا رفته که من در ابتدای صحبت خودم خدمتتون عرض کردم که سیاست خارجی ایران حالا مجدداً این دوتا رو من هیچ کدوم نمیدونه. به هر حال ایران وقتی که من دارم میگم، من صحبتم الان نظامی هست که سر کار هست. سیاست خارجی که این نظام در طول این 40 سال داشته، من در ابتدای صحبتم گفتم خدمتون این سیاست خارجی با شکست روبرو شده. اینه که صحبت من امشب راجع به پروسه تصمیم گیری در ایران نبود. بحث من راجع به این بود که الان ما پس از 40 سال سیاست خارجی در ایران به کجا رسیدیم؟
در کشور خودمون این نظام به کجا رسیده و چه کار باید بکنیم، که بحث من این بود که ما راهی به جز مذاکره نداریم. من راجع به رابرت مولی صحبت کردید، بله آقای رابرت مولی صحبتای زیادی کرده این طرف و اون طرف، اما بزرگوار انسان‌ها رو نمیشه در تاریخ حبس کرد. انسان‌ها متحول میشن، انسان‌ها صحبتای مختلفی میکنن. هفته پیش همین آقای رابرت مولی وقتی که راجع به مذاکره باهاش صحبت کردن گفت که همش برمیگرده به رهبر جمهوری اسلامی، ایشون باید تصمیم بگیره. یعنی اون رو متهم کرد که اگه چیزی به گروگان الان گرفته شده، رهبری جمهوری اسلامی هست که این پروسه رو الان دارید به گروگان میگیره. به هر بار آدم، گفتم من اصولا اعتقاد دارم این تیمی که الان سر کار اومده گناه آقای بلینکن نیست که در دولت‌های جمهوری خواهم بوده. تمام بحث من این بود که این گروهی که الان در صحنه سیاست خارجی آمریکا ظاهر شده، این گروه دشمنی خاصی با ایران نداره، یک، و دوم اینها همشون کسانی هستند که در طول این سالها در صحنه سیاست خارجی آمریکا از عقد قرارداد برجام حمایت کردن. این بحث من بود و من خدمتتون عرض بکنم میتونیم یه شب دیگه برگردیم راجع به پروسه تصمیم گیری صحبت بکنیم که آقای خامنه ای چگونه تصمیم میگیره. بله اون مصاحبه‌ای که هفته پیش آقای ظریف با روزنامه اعتماد در ایران داد که دوستان شاید همشون خونده باشن، آقای ظریف میگید من در این نظام کارگزارم به یه شکلی، میگید که من مجریم، یعنی خودم تصمیم گیرنده نیستم. بله من به همه این چیزها واقف هستم. اون پروسه رو میتونیم یه وقت دیگه بهش برگردیم. جناب جلیلی من رجبی من در خدمت هستم. تشکر جناب نوربخش. آقای غلام عباسی و بعد آقای منصور. با عرض سلام مجدد خدمت جناب نوربخش، خیلی ممنون. یک چیزی امروز صبح من توی رادیو فرانسه خوندم، از آقای باقر قالیباف. آقای قالیباف گفته بودن نفوذ منطقه‌ای و برد موشک‌های ما مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرده است. آیا این برای من خیلی جالب بود که چرا آقای قالیباف چنین حرفی زده؟ آیا این دعوای جنایی داره خودش آماده می‌کنه برای سال 1400، یا اینکه همون اجماعی که شما گفتید نیاز داره دولت بایدن در دولت ایران در حاکمیت ایران صورت بگیره برای پیش برد برار برجام یا بازگشت به برجام یا مذاکرات جدید؟ اینه در این زمینه گفته. این الان هنوزم در رادیو فرانسه توی تیپ صفحه اولش هست، این نگاه کردم هنوز بود. نفوذ منطقه‌ای و برد موشک‌های ما مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرده است. اگه لطف کنید در مورد صحبت کنید خیلی ممنون میشه. آقای منصور. بله ببخشید من آن میوت بودم. ضمن تشکر از آقای دکتر نوربخش و اطلاعات ذی‌قیمتی که در اختیار ما گذاشتن، من دو تا سوال دارم، سعی میکنم خیلی کوتاه بپرسم. یکی که جایگاه اروپا توی این برجام و توافق بین ایران و آمریکا چی هستش؟ چون به هر حال وزن مهمی هستش. دوم از بابت طرفین این توافق، شما فرمودید که بالاخره یک طرفش آدمای نخبه‌ای مثل بلینکن و مالی و اینا از این طرف قضیه، از بابت وزنه و در حقیقت جایگاه و خواسته هایی که تو این طرفین هستش، یه مقداری منو یاد اون داستانی انداخت که پسر چوپان می‌خواست بره خواستگاری دختر پادشاه. گفتن آخه تو به چه به اصطلاح هدفی امیدی داره این کار می‌کنی؟ که حالا بالاخره دو طرف داره دیگه، 50% که من هستم که می‌خوام طرفو، اون طرفش هم دیگه بالاخره 50% هستش. جایگاهی که به اصطلاح یا خواسته و وزنی که این دو طرف دارن اصلا مناسب نیستش، متناسب نیستش. آقا چطوری واقعا میشه این به اصطلاح دو طرف رو با هم نزدیک کرد؟ یا چطوری؟ یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم اگر که ممکن هستش، اینکه گروه های سیاسی
نظرات مختلفی موافق در حقیقت برجام هستم. خواستم ببینم برای به عنوان مثال موازی که شما مطرح میکنید با گروه های مثل مثلا نایاک که از یه زاویه دیگه شاید مطرح میکنن، خیلی خلاصه بفرمایید چی هست. خیلی متشکرم. خب جنرال جوزه هست. ببینید جناب عباسی، نمیدونم این رو دیدید یا نه، دو روز پیش روزنامه کیهان یک مقاله ای داره، یه سر مقاله ای داره، و در این سر مقاله میگه که ما باید روابط خودمون رو درون منطقه به عربستان سعودی بهبود ببخشیم. راست افراطی در ایران آرام آرام داره به این جنبنده میرسه و خودش رو آماده میکنه برای انتخابات 1400 در ایران که بدون شک یکی از اینها سر کار میان، که زمینه رو آماده بکنه برای مذاکرات. خود اونها هم آرام آرام حالا در طول این چند سال با دولت روحانی مخالفت های خودشون رو کردن، اما نهایتا میدونن که قدرت رو به دست بگیرن اوضاع احوال مملکت، همین حرفی که قالیباف دارد میزنه، موشک نمیتونه اوضاع احوال اقتصادی کشور رو روبرو بکنه. به نظر من اینا دارن زمینه رو آماده میکنن برای انتخابات 1400 که کسی اگه انتخاب بشه به هر بار دستش رو باز بکنن برای مذاکره. این چیزی است که من میفهمم. والا دولت بایدن راجب جایگاه اروپا در هر گونه مذاکره، هر گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا صورت بگیره، این مذاکره چند جانبه هست. یعنی دولت آمریکا نیست که با ایران میشینه فقط سر میز مذاکره، بلکه کشورهای اروپایی هم دخیل هستن. به خاطر همین هم هست که الان این ترایکایی که الان داریم صحبتش میکنیم، یه صحبتایی که این چند روزه بین آمریکا و کشورهای فرانسه و انگلیس و آلمان بوده، در همین رابطه است که مواضع خودشون رو یکسان بکنن و ببینن که به هر بار چی در این رابطه میخوان. اینه که هر مذاکره اگه صورت بگیره که الان خبری ازش نیست، یک مذاکره چند جانبه هست که به احتمال قوی در آینده چین و روسیه رو هم دعوت میکنن به این گونه مذاکره. طرفین این توافق، بله ایران اصولا من بر این باور هستم که شما راجع به فلسفه اکسپشنالیزم در آمریکا شنیدید دیگه، درست؟ در حقیقت دو تا تعبیر دارد این اکسپشنالیزم در آمریکا. یک تعبیرش تعبیری هست که لیبرال ها دارن، که تو این تعبیر از اکسپشنالیزم استثناگرایی، بحثشون اینه که آمریکا یک تجربه در حقیقت یونیکه، یک تجربه استثنائیه. صحبت از در حقیقت دموکراسی میکنن، صحبت از نهادهای دموکراتیک میکنن، صحبت از ملتینگ پات میکنن. این براشون یک تجربه استثنائیه. اما خط راست در آمریکا یا رایت وینگز، اونها هم یک تعبیر دارن. آقای ترامپ وقتی که میگه که آمریکا فرست، اون به لحاظ نژادی برمیگرده به آمریکا، به لحاظ در حقیقت مزیتی که این نژاد، و حتی شما در چرچای مسیحی آمریکا، چرچای بسیار خط راستی که میرید، یکی از دلایلی که الان اوانجلیکال ها پشت سر، خصوصا در دفعه اول همشون پشت سر آقای ترامپ قرار گرفتن، اینه که میدونید یکی از بحثاشون در مورد مهاجرین اینه که مهاجرین وقتی که به این کشور وارد میشن، مذهب مسیحیت پروتستانت رو دایلوت میکنند و هویت رو ازش میگیرن. اونا آمریکایی نمیخوان که این آمریکا درونش پلورالیسم دینی وجود داشته باشه. از همین زاویه هست که با مسلمان ها مخالفن که بیان توی این مملکت. اینه که اینم یک تعبیره از اکسپشنالیزم که میخواد به ناستالژیای در حقیقت دنیای تبعیضگرای آمریکا رو داره، یه دنیایی که یک دسته و میخواد سفید پوست در حقیقت این دنیای آمریکا دامیننت باشه. ترامپ نماینده اون بخشه در آمریکا. در ایران هم ما یه فلسفه اکسپشنالیزم داریم، استثناگرایی داریم. استثناگرایی به این تعبیر که آقای خامنه ای فکر میکنه که این مذهب شیعه است، اونم برای مذهب شیعه حرف میزنه، همه ایران هم در حقیقت پشت سر اون هستن برای این،
و اون چیزی که آقای خامنه ای ارائه میده به لحاظ استراتژی یا به لحاظ رقیقتی ایدئولوژی یک استثناست. حالا شما اگه استثناگرایی خامنه ای رو بخواید در مقابل استثناگرایی دموکرات ها یا این بخش لیبرال آمریکا قرار بدید، شما یه تضاد اینجا میبینید، به خاطر که استثناگرایی آمریکایی در اون بخش اولی که من خدمتتون عرض کردم کلن به مقوله‌ای به نام شهروند جهانی بودن اعتقاد داره، میخواد نهادهای بین‌المللی رو قوی بکنه، میخواد که در حقیقت گردش آزاد انتخابات باشه، گردش آزاد اطلاعات باشه، همه اینها. اینه که این دوتا استثناگرایی به هیچ شکل به هم کامپتیبل نیستن، به هیچ شکل نمیتونن در مقابل هم به جنبندی برسن. من البته بحث هانتینگتون رو نمی کنم، بحث هانتینگتون یه بحث دیگه است، کلاش آف سیویلیزیشن کاملا در یه دنیای دیگه بحث میکنه که من 100% اصلا به اون بحث مخالفم از ریشه. اما این استثناگرایی که الان نظام شیعی در ایران به عنوان یک ایدئولوژی انتخاب کرده در مقابل این دنیای در حقیقت، حالا غربم به طور کلی ما بگیم، شما میدونید که همه نهادهای بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم توسط همین غرب درست شده دیگه، بانک جهانی، همه این حرفا که فکر میکنید، سازمان ملل، همه این صحبت ها. خب عضویت در این نهادهای بین المللی به یک شهروند جهانی نیازمنده، درست؟ این اکسپشنالیسم از نوع اول آمریکایی به این اعتقاد داره، اما استثناگرایی در ایران به این اعتقاد نداره. آقای خامنه ای نمیخواد که ایران و ایرانی و کسانی که در اون مملکت زندگی میکنن شهروند جهانی بشن، به خاطر که شهروند جهانی در مقابل یک ایدئولوژی بسیار در حقیقت جزم قرار میگیره و این ایدئولوژی تاب و توان اون رو نداره که در مقابل این پلورالیسم بزرگی که دنیا الان باش مواجه هست پاسخگو به هیچ مشکلی باشه. راجع به گروه نایاک و بقیه گفتید، ولی من خودم شخصا اعتقاد دارم، من حامی برجامم و حامی برجام بودم، اونم به دلیل این که اگه برجام ایجاد بشه و این توجیه از دست این نظام گرفته بشه، برجامی که بتونه در حقیقت برنامه هسته‌ای ایران رو تعریف بکنه، همه حرفا، وقت مردم ایران میتونن هم خودشون رو مصروف در حقیقت بخش مقابله با رژیم بکنن برای دموکراتیک کردن اوضاع احوال ایران و دستشون بازتر میشه. اما مادامی که این نظام بتونه همه توجهاتش رو یا توجهات مردم رو به بیرون معطوف بکنه که در روابط بین الملل میدونید که دولت‌ها این کار رو میکنن، دست مردم رو میبندن. و من از این بابت و از این زاویه من با برجام 100% موافق هستم و اعتقاد دارم که در اون حدی که هر بار در برجام به جنبندی رسیدیم کاملا کافی. من دوست دارم که دست مردم باز بشه، اصولا پشت این هستم که دست مردم کشورم باز بشه، به خاطر که در مقابل این خودکامگی مردم بتونن بیستن و نباید که نظرات مردم رو معطوف بکنن به مشکلات بین‌المللی. و میدونید که الان در طول 3-4 ماه گذشته در ایران مجددن ببند و بگیرها بسیار ازدیاد پیدا کرده، به خاطر که این نظام توجیه درست میکنه که بتونه فضای داخلی رو ببنده و این رو بعد ازش گرفت. و برجام یکی از اونهاست، من نمیگم همه اونهاست، یکی از اونهاست. و اصولا این که ما این تئوری رو باطل بکنیم که کشور ما همیشه باید در حقیقت دشمنی داشته باشه با دنیا، ببینید در صحنه سیاست خارجی شما 3 تا کار انجام میدید: یا شما با کشورهای دیگه رقابت میکنید، یا با کشورهای دیگه همکاری میکنید، یا مخالفت میکنید. این 3 تا کار رو در سیاست خارجی شما میتونید انجام بدید. حالا اگه یک کشوری رقابت و همکاری رو میگذاره کنار و همه همش رو مصروف در حقیقت مخالفت میکنه، این سیاست خارجی نیست، این یه دونه دوگماتیزم ایدئولوژی که خودکامگی یک نظامه که در مقابلش باید ایستاد. من تمام جناب جان. تشکر جناب نوربخش. لطفا بعد از اینکه سوالشون رو کردن شما خودتون شروع کنید، نیازی نیست من مزاحمتون بشم. آقای خانم فیروزه و بعد آقای دکتر ناظر. سلام.
خیلی ممنون از صحبتتون، استفاده بردیم خیلی. خواستم خدمتتون عرض کنم که من برخلاف شما موافق برجام نیستم. اولا این برجام دوره محدودی داشت و شامل همه چیز نمیشد و مهمترین بدی که داشت این بود که ظریف و تیمش اینو یه جوری مذاکره کرده بودن که با کنگره اصلا به کنگره آمریکا ربطی نداشت، به تصویب کنگره نرسید و به خاطر همین هم با یک اگزیکیتیو اوردر ترامپ همه چیز به هم خورد. یک ماهره ماندگاری نبود اصلا و مهم این بود که اینا میمونن یک قرارداد امضا میکردن که همه چیز رو در بر میگرفت و به کنگره تصمیم کنگره هم میرسید که یک کسی مثل ترامپ نمیتونست بیاد اینو به هم بزنه. اون از لحاظ برجام باید وقتی ایران مذاکره میکنه باید درباره همه چیز مذاکره کنه و باید هم یک جوری مذاکره کنه که به تصمیم کنگره هم برسه که دیگه یک کسی مثل ترامپ نیاد و به همش بزنه. این از لحاظ برجام. دیگه این که من میخواستم ببینم که چرا هر دو رهبر جمهوری اسلامی، هم خمینی هم خامنه ای، اینقدر بر ضد منافع ملی ایران کار کردن. چرا اینها مشاوری ندارن؟ در صورتی که مشاورانی هستن که دائما مقاله می نویسن، مصاحبه می کنن و مثل شما میان مثلا در خط منافع ملی ایران این هستش که با آمریکا کنار بیاد. مدل های انقلابی هم مثل چین و ویتنام وجود داره. پس من میخوام ببینم که علت این سیاست های ویرانگر برای ایران چیه؟ چرا هر دو رهبر جمهوری اسلامی، من که اسمش جمهوری نمیذارم، هر دو رهبر حکومت ولایت فقیه اینقدر ضد منافع ملی ایران کار کردن در تمام این 42 سال؟ چرا واقعا گوش شنوای وجود نداره؟ چرا مثلا در سپاه پاسداران یه عده پیدا نمیشن که بگن این سیاست ها غلطه، شما بر ضد منافع ملی ایرانه؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین. جناب دکتر ناظر. آقای دکتر نورباش خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون جناب ناظر، خیلی شما را اذیت کردیم. نه بابا این حرفا چه جناب ناظر، افتخار افتخار. خوشحالم که شما رو میبینم دوباره. قربتون برم. من شما وقتی که چه درس دیدیم چه درس میخوندیم، وقتی به تعریف سیاست خارجی میرسیدیم میگفتیم سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه. یعنی سیاست خارجی باید در خدمت منافع سیاست داخلی باشه، یا به عبارت دیگه سیاست داخلی به پشت خارجی باید به اصطلاح تأمین کنه منافع سیاست داخلی رو. این درس، یعنی این دیگه اصل بود در بحث روابط بین الملل چه می‌رسید. اما شما در کل بحثی که می‌کنید، من با بحث شما مخالفت ندارم، ولی یک نکته‌ای در بحث شما نهفته نبود. دولت چیه در ایران؟ آیا ما یه دولت داریم؟ امروز آقای عباس آخوندی میگه ما 5 دولت داریم تو ایران. مجلس شورای اسلامیه، حفظ نجیس، مجلس تشخیص مصلحته، شورای نگهبانه، خود دولته، سپاه پاسدارانه. همه اینا برای خودشون چیز دارن، ارگانهای متفاوت دارن. از یه طرفم وزیر امور خارجه میگه من از چیزایی باید دفاع کنم که قبول ندارم. بنابراین این سیاست خارجی در خدمت کیه؟ این برای من مهمه. آیا این سیاست خارجی در از این 40 سال در خدمت منافع جمهوری، منافع به اصطلاح این هرم قرار داشته یا مردم ایران؟ دیگه الان این آزمایشگاه به وضوح نتیجه و تجربه خودش رو داده بیرون. یعنی هرچی امروز داره اتفاق میفته نتیجه این است که این سیاست در خدمت منافع مردم ایران نیست، نبوده و با این جریان هم نخواهد بود. چون اگر بخواد در خدمت منافع مردم قرار گیره، تحول عظیمی رو در درون
این سیستم حکومتی میطلبه. یعنی واقعیتی است که وجود داره. من مدت هاست که اصلا بحثای سیاست خارجی رو نمیخونم در مورد ایران، چون به هیچ جا نمیرسیم با این بحثای ما. امروز میگه دولت خامنه‌ای آقای روحانی بایستی با اقتصاد زیرزمینی بجنگد. بابا آخه این دیگه شما نگاه کنید، من نمیدونم این نگاه کنید به کرونا در ایران، خودشون زدن. آقای خامنه‌ای وقتی که در اون عزاداری یه نفری شرکت میکنه عاشورا، الان نشسته بدون ماکس جلو همه. آخه مردم اهمیت دارن برای این سیستم که ما میخوان امروز صحبت از این سیاست خارجی بکنیم که اینا برن صحبت کنن با کی برن؟ خود خارجی میگن ما با کی باید بریم صحبت کنیم؟ جناب ناظر خیلی ممنونم، جناب ایرج جان خیلی ممنونم، جناب نوربخش عزیز خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببینید خانم فولادی، مشکل مجدداً برمیگرده در جواب سوال شما، مشکل برمیگرده که ایران در مذاکره با آمریکا یا حل مشکلات خودش با آمریکا و کشور اروپایی فرصت سوزی کرد. من بارها به این نکته اشاره کردم که شما یادتون میاد که اگه عقد قرارداد برجامی میشد در دو سال اول دولت اوباما، در دو سال اول دولت اوباما کنگره در دست دموکرات ها بود، درست؟ این میرفت در کنگره آمریکا تصویب میشد و دولت ترامپ هم به این راحتی نمیتونست از درونش بیرون بیاد. این کار رو آقای خامنه ای نکرد، این کار رو نکردن. الان هم بحث من اینه که کنگره الان در دست دموکرات هاست، به هر بار 51-50، و اگه این فرصت هم سوخته بشه به یک تعبیری، مجددن همون بحث شما میشه، مجددن اگه چیزی هم ایجاد بشه یا قراردادی هم ایجاد بشه، به هر بار او پایه و بنیادی نخواهد داشت. اینه که این فرصت سوزی ها در دست ماست. راجب منافع در حقیقت منافع ملی، اجازه بدید که من به صحبت جناب دکتر ناظر برگردم. ولی جناب دکتر ناظر، من احساسم اینه که آقای آخوندی اشتباه میکنه. در ایران یک قدرت وجود داره، یک نظام وجود داره و اونم دولت پنهان در ایران. دولت پنهان هم در دست آقای خامنه ایه و سپاه پاسداران. یعنی یک بازوی تصمیم گیریش آقای خامنه ایه و کسانی که دور و برش هستن، و به لحاظ نظامی و خشونت در دست سپاه. یعنی نظام اینجوری نگه داشته شده. من برای شما مثال میزنم. شما میدونید که آقای خامنه ای وقتی که بنزین میخواست گرون بشه، خودش بنزین رو در ایران گرون کرد. وقتی که میخواست که بودجه این دولت برد به مجلس، این بودجه الانش نمیگم، بودجه اون مجلس پیش رو دارم میگم، سال پیش رو دارم میگم، آقای خامنه ای گفت اون رو ببرید به شورای تشخیص مصلحت، اصلا نرفت به مجلس. در مورد کرونا و اینکه مردم چه واکسنی بگیرن، دولت پنهان و رأس هرم قدرت از صدر آقای خامنه ای که تصمیم میگیره. اینه که کسانی که به نظر من میگن 5 دولت در ایران هست، اشتباه میکنن. یکی از دلایلی که من با شرکت در انتخابات در ایران مخالف هستم، درست از همین زاویه است که ما میریم برای دولت انتخابی یه سری آدم انتخاب میکنیم که حالا تازه اونا از به اصطلاح شورای نگهبان هم گذشتند، اونها رو انتخاب میکنیم که نهایتاً جناب دکتر ناظر بحث شما که اینها بشن مجری برای آقای خامنه‌ای. این اصلا منطقی در هیچ جای دنیا نیست. آقای خامنه‌ای خودش میتونه بره آدم انتخاب بکنه اگه بنا باشه که اون دولت رو در حقیقت اون حکومت بکنه. خب چنینه دیگه. ببینید زمان مصدق، این مرد راد، مرد بزرگ، یکی از مشکلات مصدق با شاه چی بود؟ میگفت که تو
در حقیقت تو سلطنت میکنی نه حکومت. تمام بحث بسیاری در خارج وقتی که مصدق برمیگردن، مصدق رو از زاویه در حقیقت ملی کردن صنعت نفت میبینن، در حالی که مصدق دوتا مشکل بزرگ در ایران داشت. یکی میخواست که در حقیقت منابع ملی ما دست خود کشور در جهت منافع ملی کشور قرار بگیره و یکی شاه در اون کشور در حقیقت خودکامه نباشه، و این مشکلی بود که ما از پیش از قاجار، از زمان در حقیقت میرسته خان امیرکبیر اولین آدمی هست که در ایران در مقابل این جباریت و خودکامگی و بعد دخالت دولت‌های خارجی میسته. اینه که من فکر کنم جناب دکتر ناظر این حرفی که آقای آخوندی میزنه تعارف میکنه با خودش. من با آقای آخوندی، برای آقای آخوندی خیلی احترام قائلم، اما اینها باید، نمیدونم صحبت آقای تاج‌زاده رو هفته پیش شنیدید یا نه، میگید که آقای خامنه‌ای، بله آقای خامنه‌ای در همه چیز دخالت میکنه. دولتی که الان در ایران هست، دولت ما نداریم به معنی دولت انتخابی، ما یک نظام داریم که این نظام داره کوشش میکنه که خودش رو وراثتی بکنه، و این نظامی هست که آقای خامنه‌ای در حقیقت در رأس هرم قدرتش قرار گرفته و از سوزنی، از واکسنی که میخوان به مردم بزنن تصمیم میگیره تا هر چیز دیگه، و امروز هم که دو روز پیش هم که دیدید که برای مذاکره با آمریکا تصمیم گرفت. این که اون بحثی که شما میکنید راجع به مذاکره و برای کدوم منافع، متاسفانه الان دولت این نظام منافعش در این نیست که مشکلات خودش رو با کشور دنیای خارج حل بکنه. من برمیگردم به بحث گذشته خودم، به همون استثناگرایی. این نظام یک ایدئولوژی دارد. اگه در حقیقت خودش رو در مقابل چالش یک دنیای جهانی شده قرار بده، اون ایدئولوژی رنگ میبازه. اون ایدئولوژی هویت این نظامه. این نظام این هویت رو از دست میده، این انسجام رو از دست میده. اینه که کاملا من با حرف شما موافقم، و من خیلی تعجب کردم که آقای آخوندی در مقابل قدرت خامنه‌ای فکر میکنه که مجلس در حقیقت چیزی هست. مجلس هیچ چیزی در ایران نیست، دولت نیست. آقای ظریف هفته پیش با در این مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد داد بسیار به روشنی گفت که در کشور هیچ کار است به عنوان سیاست خارجی. من فردا دارم یه مقاله برای ایران می نویسم برای مخالفت کردن با کاندید کردن آقای ظریف توسط یه سری از اصلاح طلبان مثل جلایی پور. می خوام بگم که شما واقعا ورشکسته این که آقای ظریف رو دارید کاندید میکنید، بخواهی که خودتون می دونید که ظریف منافع این نظام رو نمایندگی میکنه و بالاتر از همه چیز در رأس هرم قدرت منافع آقای خامنه‌ای و این باند رو داره در حقیقت در اون کشور. اینه که کاملا با شما موافقم. ما اصلا چیزی به نام منافع ملی الان نداریم. اون چیزی که در ایران هست منافع ایدئولوژی که یک باندی هست که هولوحوش آقای خامنه‌ای در حقیقت یک قدرت درست کردن. حالا در ایران بهشون میگن که دولت موازی یا دولت پنهان یا هر چیزی میخوان اسمشو بگذاریم. دولت اونه در ایران و تعارف هم نباید کرد. اینه که اگه در ایران هم چیزی بعد اتفاق بیفته من کاملا با شما موافقم. به خاطر همین هست که بسیاری الان میگن اصلاحات ساختاری، ساختاری به تعبیر دگرگونی که همه چیز به هم بریزه و در این پروسه در حقیقت قانون اساسی سکولاری نوشته بشه، مذهب در حقیقت پاشه از دایره حکومت بیرون بگذاره و مردم در حقیقت به شکل دموکراتیک و یه ترانزیشن سالم و صلح آمیز قدرت مردم بتونن شرکت کنن. جناب رجبی شرمنده شما. تشکر جناب نوبر خانم آتی و بعد آقای حاجی‌علی گل. خانم آتی وکیلی شما میبینیشون؟ من نمیدونم. بله من باید خودشون رو میوت کنم. خودشون صدای من میاد؟ بله. آقای دکتر نوربخش خیلی ممنون از تمام اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. من خیلی لذت بردم از اطلاعاتی که دادید. من دوتا سوال دارم. یکی اینه که پس از 40 سال انقلاب در جمهوری اسلامی ایران به کجا میره؟
آیا ممکنه در آینده به دست سپاه پاسداران اداره بشه؟ سوال دوم اینه که چرا رئیس مجلس ایران که میخواست پیام خامنه ای رو به پوتین برسونه چرا اجازه ندادن که با پوتین ملاقات کنه؟ تشکر. آقای حاج علی گل بفرمایید. با سلام خدمت جناب نوربخش، خیلی استفاده کردم از اطلاعات خیلی خوبی ارائه دادین. من یک نکته‌ای داشتم و یک سوال که تا حدودی جواب داده شده، ولی به هر حال شد چند لحظه وقت در اختیار من قرار گرفته، کوشش میکنم این نکات رو بگم. آقای داریوش صحبتی کردن نسبت به سخنرانی شما، اگه کسی با افکار شما و مواضع شما آشنا نباشه، شکلی که شما صحبت کردین این تعبیر ممکنه بشه که شما بالاخره از طرف کی دارین صحبت میکنین، چون یه جایی میگفتین ما، یه جایی میگفتین حکومت، یه جایی میگفتین ایران، ولی با شناخت شما میشه این تمایز را قائل شد، ولی وقتی کسی شما را نشناسه اینی که یه مقدار مشخصتر اگر صحبت بکنین این مشکل پیش نمیاد. مطلب دیگه که میخواستم بگم راجع به همین موضوع منافع ملی بود که در ایران از روزی که انقلاب شد اصلا منافع ملی مطرح نبود و تعریف نشد و حتی کوشش نشد تعریف بشه، از رهبر اول انقلاب گرفته تا بقیه کسانی که اومدن در موقعیت‌های قدرت قرار گرفتن، حالا از رفسنجانی گرفته، از خوشنامترینشون خاتمی گرفته، اینها هیچ کدوم کوشش نکردن در این جهت. وقتی که نگاه میکنیم به مشروطه میبینیم بعد از مشروطه با این پستی بلندیایی که مشروطه داشت، حداقل مجالس مشروطه کوشش کردن و کمک کردن که به مرور زمان قوانینی رو که اونجا وضع میکنن یک تعریفی از منافع ملی بده که بر اساس اون منافع ملی بعد بشه با دیگران صحبت کرد. شما طوری که الان صحبت میکنین که چرا باید مذاکره کرد و توضیح میدین که خب به نظر درست میرسه که باید بایستی مذاکره کرد و آمریکا بر اساس منافع ملی خودش با دلایلی که آوردین خوب میبینه که مبارزه کنه، ولی خودتون همین الان گفتین که مبانی حکومت جمهوری اسلامی بر اساس یه ایدئولوژی بسیار خاص و بسیار نروی هستش که بهش اجازه نمیده. بنابراین وقتی بهش اجازه نمیده از کی میشه انتظار داشت تو ایران که بیاد مذاکره بکنه؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خانم وکیلی عزیز، راجع به سپاه زیاد نوشته شده و زیاد بحث در ایران. یکی از بحث درون سپاه اینه که رهبری سپاه خودش رو با آقای خامنه ای نزدیک میبینه، اما بدنه سپاه خودش رو به این نظام آنچنان نزدیک نمیبینه و شواهد زیادی هست در این رابطه. شما میدونید که وقتی که اومدن دفعه اول با آقای روحانی رای بدن، یه بخش عظیمی از سپاه پاسداران به روحانی رای داد، در حالی که رئیسی در مقابل آقای روحانی بود. خب این به شما میگه که سپاه یک دست نیست. اینه که من هیچ نمیتونم قول بدم، هیچ چیزی نمیتونم در این رابطه بگم که ما چه وقتی در حقیقت در ایران تغییرات بنیادینی صورت میگیره و به چه شکلی صورت میگیره. اما چیزی که میتونم به شما بگم اینه که من نسبت به جامعه ایران بسیار امیدوار هستم. من زیاد با بچه‌ها در ایران، بچه‌های جوان سر کله میزنم، زیاد با اونها صحبت میکنیم، حرف میزنیم، جلسه میگذاریم. تیفی که الان در ایران در صحنه هست، از این بچه‌های جوان من دارم میگم، اینها خیلی فرهیختن، اینها خیلی اهل کارن، اینها خیلی متنفر و منزجر هستن
از اوضاع احوالی که درون ایران در حال حاضر هست. اینه که برمیگردم به صحبت راجب رئیس مجلس. والا من این رو خانم وکیلی بهش اشاره کردم. ببینید آقای پوتین اولین باری نیست که یکی از در حقیقت نمایندگان ایران رو راه نمیده. با آقای ظریف صحبت نکرد چند بار که آقای ظریف به در حقیقت روسیه رفته. یکی از تحلیل هایی که الان هست و یکی از بحث هایی که هست اینه که آقای پوتین سر مسائل بسیار اصولی، حالا اگه تمایلی داشته باشد که با ایران جایی کنار بیاد، میخواد با خود خامنه ای صحبت بکنه، به خاطر که میدونه که کسی دیگه در ایران نمیتونه تصمیم بگیره، یعنی بیاد وقت آقای پوتین رو، اونم خودش آدم در حقیقت خودکامه، وقتش گرفته بشه، به هر بار نهایتاً به جایی نمیرسه. اینه که این پیغامی هم که آقای خامنه‌ای میگن فرستاده برای پوتین، یک پیغام حداقل تو اون چیزی که من تا الان میدونم، جزئیات اون رو نمیدونم، آقای خامنه‌ای داره پیشنهاد میکنه که یک طرحی حالا بیشتر به شکل نظامی بین روسیه و چین در منطقه خاورمیانه شکل بگیره که چینی‌ها اصولا زیر بار چنین طرحی نمیرن، به خاطر که نمیخوان خودشون رو یا شانسایی که توی منطقه خاورمیانه دارن برای رقابت اقتصادی اونها رو بذارن پای رقابت‌های نظامی. اونها درس خوبی گرفتن از اتحاد جماهیر شوروی گذشته، همه کشورها این درس رو گرفتن، ژاپنی‌ها درس بسیار خوبی گرفتند که بعد از این که در حقیقت جنگ جهانی دوم تمام شد، قبول کردن که سرمایه گذاری آنچنانی در نیروی نظامی خودشون نکنن و در نیروی در حقیقت شکوفایی استعدادهای تعلیم و تربیتشون بکنن. به خاطر همین هست که ژاپن امروز به اینجا رسیده. حالا این که جمهوری اسلامی یا این نظام میخواد مجددن اون رو تجربه بکنه، اون یه بحث دیگه است، به خاطر که این نظام اصولا قدم در راه منافع ملی بر نمیداره. تمام بحث سر اینه، منافع این نظامه. شما راجب جناب آجرگل راجب منافع ملی صحبت کردید. بله، من کاملا با شما موافق هستم. حکومت از مردم جداست در ایران. مردم، اون بحثی که من دارم راجب منافع ملی میکنم، منافع مردم بحث من، اگه از برجامی من دارم دفاع میکنم، به خاطر اینکه اوضاع معیشتی مردم تا حدی رو به راه بشه، بخاطر اینکه اگه دستتون در اقتصاد فعلی ایران باشه، میبینید که به هر بار برجام بسیار اثر گذاشته. و نهایتاً چی؟ نهایتاً این که اون مردم، این جوانها فرصت رو بتونن به دست بیارن که از یک رفاه نسبی برخوردار باشن تا بتونن وقتشون رو جای دیگه بگذارن. دوستان عزیز، میدونید دموکراسی یک مفهوم لاکچریه. لاکچری به این تعبیر که در کشورهایی میتونه بسیار رشد بکنه و شما میتونید در حقیقت دموکراسی رو ازش محافظت بکنید که مردم یه رفاه نسبی داشته باشن. ببینید، سالها برای ما مثال هند رو زدن، یا مثال هند رو ما زدیم و خوندیم. یک دولت دست راستی الان سر کار توی هند، یک دولت پوپولیست الان سر کاره. یعنی اون دموکراسی هم در حال حاضر، به خاطر که یه دولت دست راست سر کار اومده، اونم داره مورد تهدید قرار میگیره. اینه که من وقتی که سر منافع ملی صحبت میکنم، سر منافع مردم صحبت میکنم و احساسم اینه که این مردم باید یه رفاه نسبی داشته باشن که بتونن در صحنه کارزار با این دولت خودکامه حاضر بشن. در غیر این صورت بسیار مشکله که مردم رو تشویق بکنید که کار سیاسی بکنن و از خودشون مایه بگذارن. این بحث من. جناب رجبی، من هم تشکر. خانم مونیکا و آقای رحیم آجاقی. آقای نوربخش، خیلی ممنون، شما خیلی جالب بود و خیلی یاد گرفتم و اینقدر واضح و خوب مسائل بررسی میکنید، خیلی ممنون. سوالایی که من داشتم بیشترش آقای ناظر مطرح کردن، طبعا جواب سوالات هم گرفتم، ولی هر از چیزی که برای من مونده، میخوام ببینم شما چه پیش بینی میکنید برای آینده جمهوری اسلامی با
واقعا این مسیری که میره و این برنامه‌ای که برای مردم و منافع مردم هست اینها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، چون همونطوری که شما گفتید آقای خامنه‌ای در بالای پیرامید هستن و تصمیم میگیرن. اگر یک روز هم یه اتفاقی برای آقای خامنه‌ای بیفته، 5 نفر دیگه جای آقای خامنه‌ای پیدا خواهد شد. در نتیجه ایران همیشه همین خواهد بود. واقعا یک ناامیدی بزرگی برای همه ما ها هست. خیلی ممنون اگر این جواب سوال من رو بدید. نوبت منه. آقای دکتر نوربخش خیلی متشکر، خواهش میکنم. بحث خیلی جالبی بود. من فقط یه نکته بگم که این بحث شما در رابطه با آقای خامنه ای که تعیین کننده است بحث کاملا درستیه و ایشون هم اعلام کرده که رابطه چیز سیاست ما در مورد آمریکا نه جنگ نه مذاکره. آقای ظریف هم وقتی میگید که اجماع نیست، منظورش که آقا موافق ندارن. درسته؟ در نتیجه این مسئله رو حل میکنه که الان ایران هم الان نمایندهش چه بخوام چه نخوام جمهوری اسلامیه. یعنی درسته که ما باید ایران، بعضی موقع ایران رو از جمهوری اسلامی جدا بکنیم، ولی واقعا اینه که وقتی ما شما میگین ایران، منظورتون اینه که جمهوری اسلامیه دیگه، یا جمهوری اسلامی آقای دولت آقای خامنه. حالا این یه مسئله که من که همطور که شما گفتین منم با شما موافقم که این سیاست غلطیه، الان دنیای مذاکره است اینا. ولی حالا برگردیم به تحلیل شما از منطقه. ببینین شما فرض کنین فاکتور جمهوری اسلامی رو از منطقه بردارین، آیا مشکلات منطقه حل میشه؟ شما اگه یادتون باشه، من حالا از دونه دونه از قدیمی شروع میکنم میام جلو. یادتونه که اسرائیل در جنوب لبنان سرهنگ سعد حداد و گذاشت شیعه‌ها رو به پشتیبانی خودش ارگانایز، یعنی سازماندهی کرد که علیه فلسطینی‌ها بجنگه. همونا تعلیم دیدن اومدن حزب الله شدن. حماس رو تقویت کرد اسرائیل در مقابل یاسر عرفات، همینا اومدن علیهش برگشتن. در سوریه، حالا قبل از اینکه به سوریه برسیم، در افغانستان چیکار کرد آمریکا؟ اومد گفت من میخوام اینجا ویتنام شوروی بکنم، به اصطلاح مجاهدین افغان رو گرفت، طالبان از توش اومد بیرون و القاعده. باز سیاست غلط غرب. بعد صدام رو تشویق کرد که به ایران حمله بکنه، صدام رو تقویت کرد، بعد رفت صدام به کویت حمله کرد، بعد اومد صدام رو برداشت، طالبان رو برداشت، باعث شد که ایران قدرت بگیره. در سوریه خود آمریکا اعلام کرد در اول 500 میلیون دلار، البته تا 1 میلیارد هم رفت، 500 میلیون تا 1 میلیارد ارتش آزاد سوریه رو تعلیم داد، تمامشون رفتن جزو داعش شدن، که خود خانم هیلری کلینتون گفت داعش ما به وجود آوردیم. درسته؟ در یمن هم ایران نبود که من، ببینین من، ما مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هستیم در منطقه، ولی اگر صورت مسئله رو درست مطرح نکنی مشکلات رو ندیدیم. در یمن هم یادتونه که بعد از بهار عربی انقلاب شد، یعنی جنبش شد و دولت رو عوض شد و اومدند و مقدار بعدم حوثی‌ها خودشون اول جنگ، و خود CIA اسناد مذاکرات تلفنی ایران رو با حوثی‌ها پخش کرد که ایران میگفت نرین صنعا رو بگیرین، مخالف بود که حوال حوثی‌ها خودشون رفتن، حالا ایران هم کمک میکنه. یعنی ببینین الان عربستان بودجه که برای علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی حالا بگیم، گذاشته 2 میلیارد دلار در ساله، از اینترنشنال، تلویزیون اینترنشنال گرفته، تمام این تلویزیون های اقلیت های قومی کنه، ببخشید من، بله، خب اونم در عوض میرد همین مقابلش کار میکنه دیگه، ببخشید من. خواهش میکنم خانم ارکا، من نمیتونم واقعا پیشبینی به تعبیر زمانی پیشبینی بکنم که تا 5 سال دیگه یا تا 6 سال دیگه در ایران چه اتفاق میفته، اما میتونم به شما بگم که من به ایران خوشبینم، به خاطر که به مردم ایران خوشبینم.
به خاطری که تحولات ایران رو از نزدیک دنبال میکنم. خانم مانیکا، در طول این 4-5 سال گذشته، حالا آقای برقعی هم هست، بسیاری از دوستانم هستن، شما باورتون نمیاد که افکار مردم نسبت به این نظام و آقای خامنه‌ای چقدر تغییر پیدا کرده، حتی تو خانواده های سنتی، حتی تو خانواده هایی که اینها مذهبی هستن. یک نظامی هزاران بار هم اگه به اسلحه دست ببره و خشونت رو به انتها برسونه، نهایتا نمیتونه بر یک مردمی که عزم رو راسخ میکنن که یک نظام دیگه میخوان غالب بیاد. اینه که در این رابطه من به شما این امید رو میدم که به مردم ایران خوشبین باشید. مردم ایران نهایتا به اونجا خواهند رسید. چیزی که فقط بعد فکر کرد اینه که امیدوار هستم که مجدداً این من رو میترسونه به یک انقلاب دیگه ای نرسه، که در این انقلاب دیگه، این انقلاب دیگه انقلابی هست که با خشونت توأم میشه، مثل زمان شاه نیست. اما جامعه ما در طول این 7-8 سال گذشته تغییرات بنیادین کرده و این تغییرات بنیادین توی افکار مردم صورت گرفته و مردم ما مردم 10 سال پیش نیستن. این به نظر من جای غرور داره و جای این داره که آدم خوشبین باشه. حالا اینکه چگونه باید ارگانایز کرد، چگونه باید موبیلایز کرد، اونها یه بحثای ثانویه است. اما هیچ در هیچ کشور شما نمیتونید موبیلایز بکنید اگه مردم آماده نباشن. من میخوام به شما این قول رو بدم، یا حداقل میخوام که این به اصطلاح فکر من رو بدونید که من برای مردم ایران بسیار ارزش قائلم. نه اینکه شما نباشید، به لحاظ فکری دارم میگم. مردم متحول شدن، مردم فکر کردن که در این انقلاب هر بار کلاه بزرگی سر این مردم رفته، بنا نبود انقلاب به این جاده بیفته. به جنگ الان مردم تردید میکنن، به همه چیز مردم تردید کردن و داره جلو میره. اینه که از این بابت من خیلی خوشبینم، از این بابت که احساس میکنم که مردم ادوکیتدن، مردم سیاست رو میفهمن، مردم فساد رو میفهمن، مردم سورسای فساد رو میدونن، مردم میدونن آقای خامنه ای مرکز فساد در ایران. همه اینها رو مردم دارن میفهمن. باورتون بیاد 5 سال پیش چنین قضاوتی که من الان کردم من میکردم، اما بسیاری مردم درون ایران نمیکردن. اما امروز این قضاوت ها رو به راحتی میتونن بکنن. جناب باجوغلی، شما ببینید بسیاری از مشکلاتی که ما درون خاورمیانه، اولا من اصلا به دنبال این نبودم که این حرف رو به شما بزنم که آمریکایی‌ها مقصر نیستن. چرا؟ آمریکایی‌ها در اوضاع احوال منطقه ما بسیار مؤثر هست، معذرت بخوام، اینها مؤثر بودن که این اوضاع احوال منطقه ما خصوصا در دوران جنگ سرد و بعد از اون در حقیقت در افغانستان، من کاملا به حرف شما موافقم. دولت ریگن دولت اخلاقی نبود به اون تعبیر. من این بحث رو بارها کردم که اگه یک دولت اخلاقی بود و فکر منافع مردم افغانستان بود و منافع دنیا بود، نباید وضع افغانستان رو بعد از این جنگ همونجور آزاد ول میکرد، میاد بیرون میداد دست یه مشتر حقیقت آدمایی که تروریست شدن بعدها. بعد افغانستان رو بازسازی میکرد. این کار رو نکردن. افغانستان مخروبه رو دادن دست یه سری آدمی که در حقیقت اینا اسلحه به دستشون بود. اینه که این سیاست غلط آمریکا هست که تا به امروز گریبانگیر اوضاع احوال منطقه است. به شما به عربستان سعودی برگردید، به بقیه این کشورها. من هیچ کس رو در حقیقت اینجا تبرئه نمی کنم. فقط شما ایران رو، نقش ایران رو شما نمیتونید بگید اگه ایران رو در بیارید از این ماجرا چی اتفاق میفته. من این مثال برای شما میزنم. ایران میتونست وقتی که در ابتدای جنگ‌های داخلی سوریه بود، سه تا کشور در درون سوریه بودن. ایران بود، خدمتتون عرض کردم، قطر بود و کشور ترکیه بود. ترکیه و قطر از اخوانی ها، که اخوانی ها اپوزیشن بشار اسد بودن و از سالهای پیش اینا اصلا مخالف خانواده اسد بودن. دولت ایران میتونست، این که شما میگین فاکتور ایران را اگه از این ماجرا در حقیقت کنار بکشید چیزی نمیمونه،
ایران میتونست که با کمک در حقیقت قطر و ترکیه در ابتدای ماجرای سوریه مشکل رو حل بکنه. ببینید 9 ماه بعد از جنگ‌های داخلی سوریه اولین پیشنهاد ایران میرد به مخالفین، به مخالفین اسد، و پیشنهاد اینه که شما بیاد برید درون دولت، اما اسد بر قدرت میمونه و تمام نیروی نظامی در دست اسد میمونه. این پیشنهاد ایران بوده. خب شما اگه یک آدم سوری باشید، یک مخالف اسد باشید، چنین قراری رو میپذیرید؟ نه نمیپذیرید. اوضاع احوال که آرام میشه، کاری که اسد میکنه برمیگرده همه رو قلقم میکنه، بخاطر که نظام های خودکامه و ازشون اینجوریه. حالا اگه اون رو قبول میکردن بهتر از الان نبود؟ 100% من اعتقاد دارم بهتر از الان بود. هم میخوام به شما بگم که شما ایران رو نمیتونید از اوضاع احوال منطقه بیرون بکشید. شما به اول انقلاب برگردید. خنازیر الخلیج را آقای خمینی برای چی به کار میبره توی منطقه خلیج فارس؟ خوچهای خلیج رو برای همین آدمایی که دارن حکومت میکنن توی منطقه خاورمیانه، یا بحثایی که آقای خمینی یا بقیه در مورد عراق میکردن و مردم عراق که در مقابل صدام حسین بلند بشن، اینا رو چی میکرده این کارا رو؟ اینه که شما نمیتونید ایران رو از کل این ماجراها بکشید بیرون. تنها بحثی که ما میتونیم بکنیم اینه که همه مقصرن درون خاورمیانه. اما من وقتی که به تجزیه و تحلیل برمیگردم در مورد ایران، مقایسه میکنم ایران رو با عربستان سعودی، بحث من اینه که ایران مردمش فرهیختند. ایران یک کشوری است که استعمار زده نشد، کلونایز نشد. تمام عمر این کشورهای منطقه خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دومه. اینا تازه استقلال گرفتن. در دورانی که استقلال گرفتن یه مش در حقیقت دیکتاتور و مستبد سر کار اومدن تین کشورهای منطقه. ما صاحب یک فرهنگیم، ما صاحب در حقیقت یک کشوری هستیم که درون اون چه حاصل کرده. شما نگاه بکنید به درون ایران، شما ایران رو نمیتونید با عربستان سعودی مقایسه بکنید، ایران رو حتی با ترکیه نمیتونید مقایسه بکنید. من یه ناسیونالیست افراطی باورتون یاد نیستم، اما در حقیقت آمار نگاه میکنم، به آمار در حقیقت توجه میکنم. اینه که تمام آقای امیری و آقای ترشیزی و 3 نفر دیگه بعد از این 2 نفر که خوندم هست، آقای جو یوسف، آقای مشعشعی و آقای ایرج انبش. خب ما این دوتا رو میریم، بعد اون ستا رو با هم چیز بکنن دیگه، تو 15 دقیقه بتونیم انشاءالله حل بکنیم که دوستان دیگه چیزه فرصت بیشتر وقت نگذارن. آقای امیری بفرمایید. بله، سلام به همه دوستان حاضر. ما همه اختلاف نظر داریم ولی به نظرات همدیگه احترام میذاریم. صحبت من این هست که با توجه به که اختلاف نظر داریم و دور هم نشستیم که در مورد ایران صحبت بکنیم، مسائلی که میگیم بهشون یعنی سه صد بذاریم، منظورم اینه که تعارف نکنیم. به نظرم میرسه که در طول صحبت شما آقای نوربخش، در تمامی طول صحبت شما، یا ایران باید مثلا با امریکا تشویق به صلح بشه، بعد در تمامی صحبت شما آقای خامنه ای هست که محور صحبت شما هست که آدم بدی هست، به اصطلاح دنبال صلح نیست، ولی هیچ صحبتی در مورد اصلاح طلبان نمی کنید. این جهت صحبت شما وقتی که در ارتباط با آقای خاتمی هست که در راه روی به اصطلاح سازمان ملل فرار میکنه از کلینتون، یا همین آقای روحانی که به مردم دروغ میگه، شما در محور صحبتهای شما نیست، فقط خامنه ای هست. ما میدونیم، شما هم میدونید آقای نوربخش، که این جمهوری اسلامی بر بستر بحران زایده شده و با بحران زندگی میکنه. اگر ما بگیم که اوکی ما ایران رو دوست داریم ولی این چیزها رو نبینیم، تعارف میکنه آقای نوربخش. شما میدونید آقای نوربخش، برای این که جمهوری اسلامی با امریکا بشینه سر مذاکره بشینه، باید
بخواد. ما هم شما میدونید، هم همه ما که اینجا نشستیم میدونیم که جمهوری اسلامی نه غمی داره نسبت مردم ایران، نه اصلا اهمیتی داره ایران براش، هیچ بخشی از اینها براش چیزه. اصلا جمهوری اسلامی یک جریان مخرب پلیدی هست که شاید حتی علیه خودش هم باد باشه. بعد شما تشویقش میکنید برای مذاکره، بعد میایید صغرا کبرا میکنید در مورد دولت بایدن که این فلان است و اون بهمان است و ما چرا نمیریم باشون صلح بکنید. معلوم نیست آقا جهت صحبت شما با چیه دوست عزیز، این تشویق شما در چه زمینه ای هست؟ لطفاً واقعا موضوع خودتون روشن بکنید آقای نوربخش. شما در کجا ایستادید؟ آیا در کنار اصلاح طلبان هستید؟ آیا در کنار، آیا مسیر رو از طریق این دولت به جمهوری اسلامی و به قول خود شما نظام جمهوری اسلامی می‌بینید؟ یا اینکه واقعا اگر شما دلتون می‌سوزه برای مردم ایران، از عبور از این دولت مخرب صلح و دوستی رو در جهان نمی‌کنید؟ امکان نداره آقای نوربخش عزیز که شما که اهل سیاست هستید ببینید که جمهوری اسلامی با هیچ جریانی در دنیا صلح و آرامش داشته باشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی نباشه یا این جمهوری اسلامی که ما میبینیم نباشه. تعارف نکنید دوست عزیز، واقعیت رو بگیم، اون چیزی که هست رو باید بگیم. مرسی آقای ترشیزی. با تشکر آقای نوربخش. من بحثی که دارم اینه که داریوش کبیر گفت خداوند این کشور را از خوشسالی دشمن و دروغ نجات بده یا محفوظ نگه دار. جمهوری اسلامی از ابتدا با دروغ اومده سر کار و با دروغ خودش را ادامه داده و همین دروغگویی باعث شده که دست و پای جمهوری اسلامی بسته بشه. یعنی شما برجام اگر نگاه بکنین، آقای خامنه ای اومد فتوا صادر کرد که ایران بر اساس باورهای دینی دنبال بمب اتم نیست و گروه های طرفدار جمهوری اسلامی از جمله نایاک هم مرتب این مطلب رو بیان میکردن که جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم نیست. وقتی که جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم نباشه، خب غرب با جمهوری اسلامی در این زمینه مشکلی نداره و تمام این برجام هم این بود که راستی آزمایی بشه که آیا اینا دنبال بمب هستن یا نه. وقتی که دولت عوض شد و دولت آقای ترامپ هم از سر کار، اینا بلافاصله اومدن غنی‌سازی رو ادامه دادن تا مرز 20% که هیچ کاربردی نداره جز رفتن به سمت بمب. و این موضوع باعث شد که اینا اصلا نتونن هیچ مشروعیتی داشته باشن، که همین دو روز پیش هم که خبرنگار CBS با آقای بایدن مصاحبه کرد، گفتش که آیا ایران باید به برجام برگرده تا آمریکا چیز کنه؟ و ایشون گفت بله، یعنی ایران یعنی خودش گفته که ما اصلا به برجام پایبند هستیم. وقتی که زیر برجام میزنه، یعنی اینکه همون حرفایی که میزده دروغ بوده. و یه نکته دیگه هم هست که مشروعیت آقای ظریف و روحانی و خود رهبر در این دادگاه بلژیک زیر سوال رفت که دیپلمات جمهوری اسلامی محکوم شد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد که دستگاه دیپلماسی ایران، همون حرفی که مخالفین می‌زدن، واقعیت داره که ایران سرکوب داخلی و تروریسم خارجی رو مبنای حکومت خودش قرار داده. و الان خب بس خیلی پیچیده میشه که یعنی اگر کسی هم در درون ایران بخواد مذاکره بکنه، کسی دیگه اونها رو باور نمیکنه که بخوان طرفی باشن که بشه باشون مذاکره کرد. یعنی تا وقتی که همونطوری هم که شما گفتی یه حکومت سکولار دموکرات سر کار نیاد، ایران مشکلش حل نمیشه. یعنی اینکه با مذاکره مشکل ایران حل نمیشه، چون افرادی که الان سر کار هستن هیچ مشروعیتی ندارن.
و بدون داشتن مشروعیت شما چجوره میتونه با یه طرفی گفتگو و مذاکره انجام بدین؟ این بحث من بود. مرسی. شکر. ممنون. ببینید جناب امیری بزرگوار، من به تغییرات تدریجی در ایران اعتقاد دارم و این تغییرات باید تغییرات ساختاری باشد، نه این چیزی که من یکی از نکات افتراقم یا مخالفتم با اصلاح طلبا در ایران درست همینه که اصلاح طلبا به نظر من زمینه را باختند. یکی از دلایلی که تونسته در ایران آقای خامنه ای قدرت خودش رو مافوق بکنه یا این خودکامگی کاملا انانگسیخته رو به نظر من در کشور ما پابرجا بکنه، به ثبات برسونه، بی عملی اصلاح طلبان در ایران بوده. اینها دنبال این نبودن که با یک استراتژی در حقیقت در مقابل این نظام بایستن. مدل فکری من در ایران امروز آدمایی هستن مثل قدیانی. اینا مدلای فکری من هستن اگه شما فکر میکنید که من به لحاظ سیاسی در کجا قرار دارم. بله بزرگوار، در ایران یک نظام خودکامه وجود داره جناب امیری و در سر این پیرامید قدرت آقای خامنه ای نشسته. مادامی که این قدرت در دست ایشون بمونه، روحانی و ایکس و وای و زد و همه این حرفا، اینها در حقیقت دور این قضیه هستن. یعنی شما مادامی انتقادتون یا تحلیلتون از ایران میتونه درست باشه که رأس هرم قدرت، قدرت رو در ایران بشناسید. رأس هرم قدرت خودکامه در ایران آقای خامنه ایه. و در طول در حقیقت این 30 سالی که ایشون سر کار بوده، بیشتر و بیشتر قدرت خودش رو متمرکز کرده و بیشتر تکیه کرده بر خشونت نیروی سپاه. اینه که من اصلا هرگز، من وقتی درون بحثام وارد میشم برای تجزیه و تحلیل اوضاع احوال ایران، من نه به آقای روحانی برمیگردم نه در حقیقت به آقای ظریف برمیگردم. امشب هم خدمتتون عرض کردم که وقتی که آقای دوست عزیزم میگه 5 تا قدرت در ایران وجود داره یا 5 تا دولت، اشتباه میکنه. یک دولت در ایران وجود داره و اون دولت یک دولت خودکامه هست که در حقیقت ایدئولوژیک و در جهت منافع یک گروه داره در ایران کار میکنه. جناب ترشیزی عزیز، من با حرفای شما کاملا موافق هستم که در ایران متاسفانه چیزی که شکل هویت بیشتری دارد به این نظام میده فساد و دروغ، یعنی هر دوتاییش توامان. و الان ما میدونیم که فساد در ایران ساختاریه، یعنی فسادی نیست که یک کسی برد 1 میلیون یا 2 میلیون یا 1 میلیارد حتی مثلا تومن پول اونجا بدوسه. مردم رفتن در بازار بورس، مردم رو تشویق کردن که برید سرمایاتون رو بذارید تو بازار بورس. مردم زندگی خودشون رو از دست دادن. آقای خامنه‌ای اومده توی صحنه، مردم رو تشویق کرده که برن تو بازار بورس. منی که خارج نشستم به خانواده‌ام گفتم به این بازار بورس نگاه میکنید، این بازار بورس 3 ماه 4 ماه دیگه سر به زمین میذارد. پول نذارید تو این بازار بورس ها. بخواه که اقتصاد ایران اقتصادیه که با فساد آلوده است. کاملا حرف شما درسته. ولی کم بزرگوارم، این اولین بار نبود که در دادگاه بلژیک اینها محکوم شدن. میکونوس نمونه شده دیگه، نمونه های دیگه شده دیگه. اینه که متاسفانه این نظام هنوز هم در حقیقت درس و تجربه از گذشته نگرفته. و من به همه دوستان میگم اگه بخوان واقعا ایران رو درست به تجزیه و تحلیل بذارن، باید ببینن قدرت در کجاست در ایران. و قدرت در ایران در دست یک فرد در بالای هرم قدرت و کسانی که منافع دارند در استیبلایز کردن این قدرت دوربر این قدرت هستن. و مادامی که رأس هرم قدرت، و این بحث من بارها بوده در ایران، هدف قرار نگیره، ما با دولت‌های مرئی داریم مبارزه میکنیم، ما با دولت اصلی مبارزه نمیکنیم. دولت اصلی اونه، نظام اونه، آقای خامنه ای رهبر این نظامه. اون چیزی که امروز درست شده در فساد، در دروغ، در اقتصاد فروپاشیده، در حقیقت تنش، ایجاد تنش،
همه اینها به خاطر یک آدمی که بالا سر این سر هرم قدرت نشسته. من معذرت میخوام از شما. جناب بله بفرمایید. تشکر. تا 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر آقای یوسف بفرمایید، اگه سوالاتتون فقط سوال نظر اگه دارید لطفاً ازش بگذارید، سوالاتتون اگر انجام بدید که شما بعد جوابشون رو بدید. آقای یوسف بفرمایید. آقای یوسف نمیبینم، اسمشون رو نمیبینم. با وای شروع میشه. خب جناب واقعی میبینید سر دو نفر دیگه الان تا ببینید ایشون پیداشون میشه. بله آقای رجبی برین سر دو نفر بعدی. آقای مشتبه آقای مشرشایی. خب بریم سراغ آقای انبش. از بس بکنم من پرحرفی کردم درم. نه 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 از 43 رسید به 39 هیچی. بله هستم دوری نفر من قطع میکنه. بله ببینید لطفا سوال فقط. بله نه 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 من داخلی کوتاه چیز شد. ببینید بحث شما روی مذاکره اصلا این بود که مذاکره باید کرد یا نه. ببینید مذاکره هم دو سو داره دیگه. یه سو به هر حال آمریکاست که ما میدونیم داره کجا میره، یه سو هم ایران است. خب اصلا کشورهای دیگر هم باید از این معادله به نظر من اتفاقا خارج باید بکنیم. بس اصلا بی خوده. ما داریم پس اگه منافع ملی رو صحبت کنیم. حالا اگه این به دو طرف قضیه مطرح باشه، سوال اساسی اینجاست که آیا نظام جمهوری اسلامی که همش در بحران داره زندگی و بحرانزاست حاضره که از بحران زدایی بکنه یا نه؟ به نظر من 40 سال نشون داده که این کار رو نمیتونه بکنه. و هر کسی هم تموم میکنه و هر کسی هم به فکر این باشه که زمان برای این جمهوری اسلامی بخره، به نظر من عمر این سیستم خودکامه رو بیشتر کرده. خیلی ممنون. تشکر. آقای جو یوسف بفهم. من هستم اینجا. بفهم آقای یوسف. بله آقای دکتر خیلی ممنونم، لذت بردم از صحبتتون. من اون قسمت از حرفای آقای ترشیزی رو میخوام، اختلاف نظر دارم و این که من فکر میکنم مسئله ایران فقط از طریق مذاکره باید حل شه. دلیلش هم اینه که چون شما یه مقدار شاخص کردید کشور اسرائیل در حمله. ببینید آقای دکتر، کشور ایران یک کشور پهناوریه. فرضاً چند تا نقطه استراتژیک هم که تو ایران بمب بریزن، ایران سر جاش میمونه. ولی ایران بر اساس نشریه جین اگر با موشکای میسلای گایددی که داره به هر کدوم کشورهای منطقه و حتی خود اسرائیل حمله بکنه، این کشورها از هم میپاشن. این نیست که فقط ایران خواهان مذاکرات اصلی هست، به همون نسبت اون کشورها هم این رو به خوبی میدونن که متضرر خواهند شد از این جریان. مرسی آقای یوسف. فقط یه لحظه رجبی، و با این جریان جمهوری اسلامی از بین نمیره. فقط مردم ایرانن که اینقدر با این شدت طرفدار وست هستن، طرفدار مردم هستن، اون قشر از مردم هم از دست میدن، ولی جمهوری اسلامی سر جاش میمونه. من دوست دارم شما یک اشاره کوچیک از این زاویه بی مسئله کرده باشید. تشکر آقای ایرج انبش. آقای ایرج انبش شما بفهم. خیلی خیلی تشکر میکنم، بحث خیلی جالبی بود که ارائه دادین. من از خیلی جنبه ها با شما موافق هستم، فقط توی چند مرحله سوال دارم ازتون. سوال اولم اینه که شما صحبت کردین که دولت آمریکا با کشورهای دیگه رو مسئله ون ون هستش قرارداد میبنده، در صورتی که تو تاریخ آمریکا هیچ موقع
آمریکا با کشورهای خاورمیانه و کشورهای دنیا به طور کلی رو ون ون نبود، همیشه ون لوز بود قرار داداش، یعنی من میبرم تو میبازی، یا به طور معروف سیاست زیرو سام. و اخیراً چین این مرحله را پیش کشید و صحبت از ون ون کرد با وجود آوردن خط راهانی سرتاسری یا سیلک رود که مخالفت کامل با آمریکا داره روی این جریان، و آمریکا مسئلهش خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه به هیچ وجه نبوده، مسئله اقتصادیه که قدرت مالی خودشو در سطح جهان، هجمونی مالیشو در سطح جهان نگه داره. مرسی آقای انبش، خیلی ممنون، تشکر. آقای نوربخش، ما 5-4 از آقای مسئول سخنرانی وقت گرفتیم اضافه. باش من تو هم بیفرم. ببینید، من موافق هستم که این نظام جمهوری اسلامی روی بحران زندگی میکنه، من با شما موافقم، اما در این که یک نظامی بتونه برای سالها روی بحران زندگی بکنه با این موافق نیستم. یعنی هر نظامی به هر بار روی بحران زندگی کردنش یک انتهایی داره و به انتها میرسه، و من به این اعتقاد دارم و دیدیم نمونه های زیادی هم در طول تاریخ دیدیم که من الان نمیخوام به اون برگردم. راجب آقای یوسف عزیز، اگه جنگی درون خاورمیانه صورت بگیره، بزرگترین ضربه رو ایران میخوره در مقایسه با بقیه کشورهای منطقه، بخواهی که ایران نیروی هوایی نداره، ایران فقط روی موشک دارد متمرکز میکنه، و اون تنها هم نیست. شما به تکنولوژی در حقیقت اسرائیل، به خود آمریکا، به همه اینا نگاه بکنید، ما بزرگترین ضربه رو در خاورمیانه میخوریم با این دولیایی که در حقیقت دنیای بیپولی و اقتصادی است که لب مرزه. شما توجه بکنید چرا در حقیقت ایران عکس العملی به ترور آقای فخری نشون نداد از خودش، درست؟ چرا نداد؟ به خاطر دقیقا همین که ایران نمیتونه در حقیقت یک جنگ بزرگ رو تحمل بکنه. خود اینا میدونن. من حقیقتا نسبت به این حد اقل خوشحالم که شاید دو تا آدمی در اون کشور پیدا شدن که یه چنین بحث رو کردن. جناب انبش، من با شما دوست عزیز موافق نیستم. شما میبخشید در دنیای جنگ سرد فکر میکنید. بزرگوارم، دنیا عوض شده، دنیای گلوبالایز شده است، دنیایی است که در جنگ سرد فقط آمریکا صحبت میکرد، الان فقط آمریکا صحبت نمیکنه، قدرت‌های دیگه هم در آمریکا در روی کره زمین الان دارن حرف میزنن. شما به همین اقتصاد آمریکا نگاه بکنه، به کره جنوبی شما نگاه بکنی، همه اینا در صحنه بین‌المللی وزنه هستن. من از شما سوال میکنم، بزرگترین در حقیقت رابطه رو، یکی از بزرگترین رابطه ها رو ژاپن و کره جنوبی با آمریکا دارن، آیا این رابطه ای که اینا دارن وین وین سیچویشن نبوده برای هر دوتایشون؟ کجا ژاپنیا در این رابطه از آمریکا باختند؟ من یک کورس بزرگوارم درس میدم یک کمپانی چند ملیتی، یک کورس گراجویته. شما باورتون میاد من خودم یه دیدگاه چپ داشتم نسبت به این کمپانیا، اما دنیا عوض شده. کشورها اگه قدرت داشته باشن میدونن با این کمپانی چند ملیتی چگونه نگوشییت بکنن. شما الان درون چین که میرید به عنوان یک کمپانی چند ملیتی، شما هرگز نمیتونید اونجا سهام در حقیقت 50% داشته باشید. سهام شما در چین 50-50 است. چرا؟ خاک دولت چین با اون قدرت پیدا کرده با شما میتونید مذاکره بکنه. کمپانی آمریکایی رو من دارم به شما میگم، اینه که اون دورانی که در حقیقت ماها فکر میکردیم ابرقدرت هستن، اون دوران گذشته است. کشورها اگه بدونن چگونه باید عمل بکنن، چگونه باید طراح سیاست باشن، یک قطب اقتصادی باشن، از اقتصاد مقایسه‌ای استفاده بکنن، از امتیازهای اقتصادی خودشون استفاده بکنن، کشوری میشن مثل چین. کشور برزیل بزرگوارم 20 سال پیش کشور کشاورزی بوده، امروز کشور برزیل 7th اقتصاد دنیا رو داره، آمریکا بهش زور نمیتونه بگه. شما وقتی که سوار در حقیقت توی این فرودگاه، سوار این جتای کوچیک 110 نفره میشید، 3 تا کمپانی در دنیا این جتا رو میسازن، یکی در حقیقت آیرلنده، یکی کاناداست، یکی برزیله. برزیل دامیننت توی این مارکت.
دامیننت که توی این مارکت. اینه که بزرگوارم دنیا خیلی فرق کرده با دنیای جنگ سرد. جناب رجبی عزیز، من شرمنده شما، انشالله که همه تون موفق باشید. من یه وقت دیگه انشالله بعدها اگه دوستان علاقه من بودن راجب راست افراطی، اونم چند ماه دیگه و نه الان، چندین ماه دیگه انشالله برای یه بحث برگردیم دوره هم که در سطح دنیا اینا رو چی میگن، بسیار بحث جالبیه. قربون شما برم، شب همتون بخیر. دوستان عزیز خیلی به من لطف میکنید، خیلی لطف دارید. من همیشه شما رو دو مرتبه میبینم. قربون شما، من هر وقت اینجا میام به هر بار لذت میبرم بین این دوستان عزیز و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تشکر و همه دوستان بخیر. شب بخیر. خداحافظ. قربان. ایرج جان اگه ممکنه وایستا که ببینیم چه باید و من وای میستم و امشب کارت در آمده فرشی جا خود. من چون نصف نیمه کاره ضبط کردم، باید زحمت. اجازه بده که من ضبط رو خاموش کنم.